بینندگان عزیز، با سلام خدمت شما و با این امید تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم، برنامه امروز رو شروع میکنیم. دوشنبه است، دهم اسفند ماه و برابر است با 29 ماه فوریه. میدونید که ماه فوریه معمولاً 28 روز هست و هر از 4 سالی میشه 29 روز. اینجا بهش میگن لیپ ایر، ما بهش میگفتیم سال کبیسه. حالا چجوری تصمیم گرفتن این 4 ساعت یا 6 ساعت هر سال رو که اضافه هست به ازاش یه روز هر 4 سال؟ و جالب اینه که اقلا از این لحاظ گویا توافق هست بین تقویم ایران و تقویم غربی ها. امروز قرار هست یا قرار بود که با آقای منصور اوسانلو صحبت و گفت و شنودی داشته باشیم درباره این صندوق رأی. من 1:57 برای ایشون نوشتم که سلام، حاضر هستید؟ ایشون پاسخی نداد. حالا ببینیم که اگر هستند که ما تماس میگیریم، اگر نه خود ایشون تماس بگیرند و ببینیم این صندوق کارش به کجا رسید، برنامهش چی هست. و اون وقتا ما با اسکایپ وقتی تماس می گرفتیم صدای بوق زدن اونها رو اینجا می شنیدیم، ولی الان چند مدت هست که متوجه نمیشم. شاید یک ستینگی یا تنظیمات رو عوض کردیم. بله، طبق معمول ایشون نیستن یا مشغول هستن، ولی ما به برنامه خودمون ادامه میدیم. اسکایپ روشنه آقای اوسانلو یا دوستان ایشون اگر مایل هستید تماس بگیرید. و اما آقای حسن اجلالی ساعت 4 بعد از ظهر با شما خواهند بود. دیروز در آمریکا، بذارید من بعد اینها رو ردیف کنم، 29 فوریه و شماره تلفن و ایمیل و این اوضاع و احوال. کارگران جهان sent you request. ببینم این چیه. های مردم تیوی، نه کارگران جا، من نمیدونم. معمولا من روی سکایپ با کسی تماس نمیگیرم مگر اینکه از قبل قرار داشته باشیم. اگر کسی میخواد باید ایمیل بفرسته، از طریق ایمیل بعد میایم روی سکایپ. چون اینجوری که میایم روی سکایپ هر وقت میایم 30 نفر هی میان میگن سلام علیکم، سلام علیکم، راجع به اون برنامه اینجور اینجور، که ما هم حوصله‌اش رو نداریم. در صورت دیروز در آمریکا جایزه اسکار بود، 88مین جایزه اسکار، و به قول معروف دادند و گرفتند و چیزی نصیب ما نشد. ما هنوز همون دست گلی که بودیم هستیم. و اما خانم هیلا صدیقی و دوستانی که طرفدار شعر و شاعری هستند و گهگاه به من خورده میگیرن که آقا تو ذوق این شاعران نزن و اینها، جالب اینجاست که خود خانم هیلا صدیقی هم بالاخره دوزاریش افتاد که خانم، مردم شعرهای شما رو گوش میکنن، ولی معنیش این نیست که شما رو به عنوان یک رهبر سیاسی قبول دارن و شما رو دنبال میکنن، یا شما رو اگر یه چیزی بگید اونها انجام میدن. در هر صورت ایشون یک کمی افسرده شده، گفته که البته آمارایی هم که میدن من نمیدونم شما از کجا آمار میدی که تقریبا 50% از دوستانتون رأی دادن. مگه هر کسی که رأی میده به شما زنگ میزنه میگه من رأی دادم یا با فیسبوکتون تماس میگیره؟ دوستان کارمون خیلی خرابه. من یک دوست نازنینی دارم، نوشته بود که آقای سوربی، خب این دوستان آزمایش کردن، تجربه میکنن، از تجربیاتشون، از اشتباهاتشون درس میگیرن و برنامه های بعدی رو درست انجام میدن. گفتم شما کاملا درست میگی، منم خیلی چیزا رو آزمایش میکنم، غلط در میاد، خرابش میکنم، از نتیجهش یاد میگیرم و کاری رو که میخوام انجام میدم. ولی من پرسشم از شما اینه، آیا برای همسرتون، برای بچه هاتون، برای پدر و مادرتون حاضر هستید بیان یه منزلی رو بسازید وقتی که بلد نیستید، وقتی که
دانش و آگاهی و اون چی بگیم فن ساختن ساختمون رو بلد نیستید، بعد بگید خب حالا ما میسازیم، اگر بارون اومد و برف اومد و ریخ رو سر پدر مادرمون و زن بچه‌مون، اب نداره، تجربه گرفتیم، دوباره یه خونه محکم تری میسازیم. دوست عزیز، این کارا به این خاطر الان وقتی که شما میخوای خونه بسازی، میری نقشه‌ش رو میکشی، با دو نفر صحبت میکنی، زمینش رو میان آزمایش میکنن، ببینن آب وای نمیسه، ببینن این زمین فردا تکون نمیخوره، خونه ها چپ و راست تو فلوریدا زمین دهان باز میکنه، اینها میرن داخلش. تازه اینایی که اینجا اینقدر با همه برنامه ها، نقشه های مهندسی و کاونتی، هر کاونتی چی بگیم، هر منطقه ای، هر محلی نظارت میکنه، یه دفعه میبینید خونه ها میره با ماشین و با زندگی و اینها توی قعر زمین. در هر صورت نمیدونم، شاید این آقای کارگران جهان، نمیدونم، حالا ما قبول میکنیم، شما اگه بخوای بزنی زنگ بزنی، ولی ببینیم کی هستی دیگه، نمیدونم. بله آقای شاه، من هیلاس صدیقی و آقای حالو عالی پیام، اون آقای بادکوبه‌ای اگه اشتباه نکنیم، اینها رو میگم شاعرانی که یابو ورشون داشته و فکر میکنن در جامعه مهره‌ای هستن، نمیدونن که مردم اینها رو برای تفنن و تنوع و اون که عقده دلشون خالی بشه شعر اینها رو میشنون، بعدم بیرن دنبال کار و زندگیشون. شما اگر تونستی یک نفر رو قانع کنی، وادار نمیگم چون کلمه وادار یعنی کسی رو مجبور کنی، قانع کنی که نصف روز کارش رو ول کنه و بیاد برای شما یک کاری انجام بده، اون موقع شما یه مهره‌ای هستی. این آقای برنی سندرز بعد از اینکه من تصمیم گرفتم رأی ندم، من رو قانع کرده، ندیدمش نمیشناسمش، من رو قانع کرده که فردا صبح که اول مارچ هست، اینجا بهش میگن سوپر تیوزدی، یعنی حدود 11 تا ایالت فکر کنم میریم رأی میدیم، من رو قانع کرده که نصف روز کار نکنم، حالا این نصف روز 20 دلار، 30 دلار، 100 دلار، 200 دلار، 300 دلار، یعنی ضرر میکنم یا نمیسازم. ضرر میکنم و نمیسازم یکی دیگه، میرم و به ایشون رأی میدم، مخصوصا در منطقه ویرجینیا که میدونم جای حساسی هست. آهان، ایشون میگه من اوسانلو هستم، منتظرم. خب چرا عوض میکنی عزیزم؟ بله، حالا میگه بیزی. آقای اوسانلو، من با این کارگر جهانم، کارگران جهانم تماس گرفتم، مینویسه بیزی، شما تماس بگیر. نمیدونم، باید ببین یه خطی رو شما بذاری برای این مصاحبه ها و اینها که کسی نتونه، نمیخوام کلمه این مزاحم رو به کار ببرم، کسی نتونه اون موقعی که شما کار داری بیاد و همون مزاحم بشه، حقیقتا باعث زحمت بشه. در صورت بله اینجوری درست بود، من قبلا با یک اسم دیگه یا یک آیدی با ایشون تماس میگه. بله بفرمایید. خب آقای اوسانلو، سلام به شما و خسته نباشید. سلام، درود بر شما، شما هم خسته نباشید. آقا شما اسمتون عوض میکنید روی چیز به ما نمیگید تا لحظه آخر دقیقه 90. ما درگیری سنگینی داریم روی این قضیه هکرای این سیستم ولایت فقیه، روی کل سیستم دائما باید مانور کنیم. خب دوستتون دارن، دوستتون دارن، میان حتما همینجوره، خیلی حال احوالتون رو بپرسن. این هستش که من اتفاقا در جستجوی این بودم که زودتر با شما هماهنگ کنم، بعد همین الان دوستان من از مثلا داخل که این کار صندوق و اینا دارن دوستان من انجام میدن، یک جلسه فوری هم اونا گذاشتن با توجه با ادامه کار و اینکه احتمال داره حالا به خاطر یه جنتی رو یه جوری میخواد خامنه‌ای حفظ بکنه توی این 16 تا اسامی اول تهران، دیگه یک بحثای بسیار جدی پیش اومده که شاید مثلا گروه اعلام کردن از کسانی که هموندان ما هستن سازماندهی اعتراضی بکنن. ما داشتیم سوی این قضیه تا همین لحظه که پیش شما اومدم توی اسکایپ هم بحث میکردیم، این شد که توی همین 5-6 دقیقه پیش، دقیقا یکی دو دقیقه فکر کنم قبل از شروع برنامه و قرارمون، برای شما این آدرس رو
فرستادم شما رو اکسپت کردم که به هم دیگه متصل بشیم. بسیار ممنونم، اولا خوشحالم که با ما هستید و بگید ببینیم که این صندوق رای چی شد با این اشکالاتی که ما گرفتیم. باز تشکر میکنم، شما و دوستانتون درست کردید. همین این نشون میده که شماها دوگم نیستید، شماها نمیگید ما بیشتر از همه میفهمیم، بهتر از همه میفهمیم، این است و جز این نیست. و اگر کسی ایراد میگیره مخصوصا از روی دلسوزی، به حرفش گوش میدید و عمل میکنید. ولی اون چیزی که مهمه، من حقیقتش برنامه بعد از این صندوق، شماها برنامه‌تون چیه؟ میخواین چه کار کنید؟ این صندوق حالا رأی آورد نیاورد، بعدش چی؟ آمریکایی‌ها میگن چی میگن؟ بعدش چی؟ همین کلمه خودمونه. Then what؟ چه کار میخواین بکنید؟ چه برنامه‌ای دارید؟ و من با یکی از دوستان که سایت همبستگی و اینها رو داره صحبت میکردم و ایشون گفت که خب باید کارها با اشتباه و به اصطلاح تجربه، گفتم میدونم، ولی بعضی وقتا شما نمیای یه خونه ای رو که میخواد خانومت و بچه‌هات و پدر مادرت باشن، اون رو دیگه تجربی درست نمیکنی، اون رو میدی دست کاردان. میدونم که شماها از لحاظ مادی مالی مشکل دارید، همینجا میخوایم از دوستانی که میان روی اون صفحه، اگر امکاناتشون اجازه میده، شماها رو حمایت کنن، حالا معروف دیگه، به قدمی به قلمی یا به دینار و رقمی کمک کنن شما رو. یه مقداری توضیح بدید چی شد نتیجه و بعد از این چه خواهد شد. و اون وبسایت رأی آزاد به نظر من از همه ساده تر، از همه بهتر، پیشنهاد هر کسی این اسم بوده بهش تبریک بگید، خیلی آسون یادمون میمونه و هی دنبالش نمیگردیم. من ساکت میشم، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. سپاسگزارم از شما جناب سروی عزیزم. من اول تشکر کنم اینکه تذکرات شما، برنامه‌ای که گذاشتید، با ایمیل برای من فرستادید، توجه کردیم، نگاه کردیم، دیدیم بله خوب، بعضی‌ها به جاست، بعضی رو ما انجام داده بودیم، بعد شما بعداً متوجه شدید، یا دوستان دیگه‌ای که به اصطلاح به این جنبش همبستگی و به صندوق رأی آزاد می‌پیوندند، پیشنهاد رأی آزاد خدمتتون. دوست عزیز ما، سه نفر تو جلسه بودیم، در جلسه اسکایپی داشتیم بحثمون که در بزنیم رأی آزاد، رأی دموکراتیک، که بالاخره دیوید عزیز ما پیشنهاد رو جمع کرد که همه ما تایید کردیم، این شد رأی آزاد. دو، ما بر پایه گفتگوهایی با شما داشتیم و بیش از خوب الان دیگه نزدیک به 10,000 و تا دیروز 200 بود، حالا من آمار ندارم چون از صبح درگیر جلسه‌های داخل هستم، خوشبختانه استقبال خوبی داره میشه با حضور افرادی مثل شما که هم منتقدید، هم هوشیارید، هم به هر در حد توان خودتون هم دلسوزی میکنید، هم پیشنهاد میدید، هم سوال. و اصلا کار خرد جمعیه، کار فردی نیست. این صندوق رأی آزاد و جنبش همبستگی هم در ایران که از 1387 شروع شد، دقیقاً بر پایه افکار مختلفی از بخشای مختلف جامعه شکل گرفته که برای رسیدن به ایران دموکراتیک که استقرار پیدا بکنه، یک چنین سیستمی در کشور ما مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر تا حدی که ممکن است و از همه اساسی تر انسانگرا باشد، تلاش میکنه. در نتیجه این خرد جمعی از همونجا شما ببینید به دلیل گوناگونی طیفایی که در این حرکت شرکت کردن به چشم میخوره و تبیض برای پیشرفت کارهامون. ما بایستی حتما به نظرات مختلف، مخصوصا که ممکنه زبان تیزی داشته باشه ولی تمایلش به اصلاح و رفع عیوب است، که به اصطلاح بایستی بهش همه ما توجه کنیم و میکنیم. یک سوالی هم شما در آخرین ایمیل کرده بودید که گفته بودید آقا من دوباره تونستم وارد این سایت بشم و هر چند تا ورودی که دلم خواست رو انجام دادم، ولی خب ولی باز اینطوری شده. من حالا خواستم بگم با توجه به اینکه عزیزان ما که با این معضل سر و کار داشتن، به خصوص کسانی که از داخل کشور با یه آیدی و یه آیپی فقط یک بار بخوان رأی بدن، بعد مثلا توی یک محله فقط یه دونه از این امکانات به اصطلاح نت وجود داره، حالا بهش میگن نمیدونم کافی نت، و طبیعتاً تعداد زیادی در خانواده ها بودن، چندین ایمیل من دارم اینجا که بایستی
ثبت نام میکردن با همون یه دونه کامپیوتری که تو خونشون هست یا یه دونه هم موبایلی که مثلا دختر یا پسر خانواده که دانشجوه. ما به نرم افزار به اصطلاح نویس‌های سیستم گفتیم که اینو با گوگل هماهنگ کنن، نهایتا یک مشاوره به ما دادن، گفتن ما از همین الان یک مثلا برنامه کوتاهی رو نوشتیم برای شما که الان روی سایت هست، بدون نگرانی سایت رو میتونید باز بگذارید، همه کسانی که میتونن بیان رأی بدن، به خصوص برای کسایی که میخوان از 8 اسفند به بعد که شروع شد برای کاندیداهای خارج از کشور که خوشبختانه خود شما هم پیوستید و کاندید شدید، به اصطلاح رأی بدهند، این امکان برایشون فراهم بشه. نرم افزار به این شکل است که فقط یک بار یک آیدی و یک آیپی میتونه به یکی از کاندیداها رأی بده یا اون یک نفر رو کاندید بکنه. در نتیجه هر چقدر که شما برید و بیاید، من تمام ساعتهایی که شما ورود کردید 4 یا 5 باری که در طول یک روز ورود کردید و به من گفتید، با ساعتاش و اینا ایمیلش پیش من هست، برای شما میفرستم که ببینید دونه دونه ثبت شده، حتی شماره آی پی تون که اینجا مناسب نیست گفته بشه و آیدی هایی که استفاده کردید و به اصطلاح حتی دستگاهی که ازش استفاده کردید، یعنی همه داره ثبت میشه، نارنجی میشه و بعد آوت میشه اسامی تکراری. این دیگه کار منم نیست، کار متخصصی نیست که در گوگل و دوستان جوان مشاور آی تی ما دارن انجام میدن که هیچ نقطه ضعفی روی نمونه و حیثیت همه ما که الان با هم در این صندوق حضور داریم خدشه‌دار نشه و رفع عیب بشه و همجور گام به گام با هم بریم جلو. این از این نظر که دیگه مطمئن باشید که هیچ کسی نمیتونه دوبار به یه نفر با رأی بده به هیچ وجه، اما میتونید بیاید توی اونجا و به کسانی که تا به حال رأی ندادید این بار که میخواید رأی بدید رأی میتونید بدید، به خصوص کسایی که در خارج از کشور هستن و کسایی که از الان به بعد میخوان خودشونم کاندید بشن یا دیگران رو چه در داخل زندان چه در داخل کشور چه در خارج از کشور کاندیدای خودشون اعلام بکنن. به لحاظ حقوقی هم من با وکیلمون جناب سایمون در همین نیویورک تماس گرفتم، وکیل حقوق بشری من است از هیاس که یکی از قدیمی ترین نهادهای قانونی حقوق بشری در نیویورک و آمریکا است که 120 سال خدمت داره و این بحث رو باهاش کردم، گفت اصلا هر دوتاش حقه، اینکه کسی بخواهد کاندیدا حق حقوقی یعنی بخواهد کاندیدا باشد یا نباشد و اینکه دیگری حتی علارغم اینکه او بداند یا نداند بگن آقا من این شخص رو به عنوان کسی که قبولش دارم و مورد تایید من است میخوام اینجا کاندیدای من باشه به عنوان نمایندم در رابطه با مثلا حقوق بشر، در رابطه با انتخابات آزاد و دموکراتیک و یا نحوه حتی حکومتی، این فرد رو قبول دارم. گفت اینم یه حق است برای اون کسی که کاندید میکنه، هیچ نقض حقوقی از اون کسی که کاندید میشود این نمیکنن. اینم مسئله حقوقیش بعد از اون مسئله فنی و تذکرات شما و دوستان دیگر. بعد ما آمدیم توی مرحله جمع‌بندی که حالا سوال آخر شما و مهمترین سوال، الان صندوق رأی آزاد که زیر مجموعی از جنبش همبستگی ستم دیدگان دادخواه ایران زمین هست که رویه بیرونیش که میشه رویه سیاسیش، رویه اجتماعیش اولیست، رویه سیاسیش همبستگی برای رسیدن به دموکراسی و حقوق بشر در ایران هست که یاران ما به اصطلاح بخش سیاسیش از درون کشور دارن پیش میبرن. حالا ما قسمت دوم کارمون که همین الان در این جلسه که آقای تبرزدی اینا بودن در اسکایپ داشتیم صحبت میکردیم، این هست که از این لحظه که حالا با حضور بخشی از مردم حدود حکومت سعی میکنه بگه نزدیک به 60% در شهرهای کوچک شرکت کردن، چیزی زیر 40% در شهرهای بزرگ و تهران و اینها. آماری هم ما داریم از دوستانمون که در وزارت کشور حتی بیت رهبری و مراکز انتخاباتی حکومت دارن به اصطلاح فعال هستن و به نوعی ارتباط داریم و کمک میکنن، حتی برخیشون از بدنه سپاه جدا شدن ولی رفقای سپاهشون تو اطلاعات امنیت سپاه که همه جا با مشتبه همکاری دارن حضور دارن، اعلام کردن که در شهرهای بزرگ زیر 20% بوده و در شهرها و مراکز زیر مراکز اطراف 30% و حتی در کردستان دقیقاً 9% بوده، در کرمانشاه شاید کمتر از 25% بوده استان، در
ایلام که کوهدشت کار به جنجال و درگیری حتی مسلحانه کشیده و تیراندازی شده که الان فیلماش روی خبرگر و سایت های دیگه فیسبوک ها منتشر شده و با همه اینها این یک برای بخشی از مردم که در داخل کشور به این نتیجه رسیدن که وارد این بازی حکومتی بشن، ولی از همین بازی برای محدود کردن قدرت خامنه‌ای و طیف جناح انحصار طلب و دزد و غارتگرش استفاده بکنن، از این یکی نیرویی که اون رو هم ما خب به هر حال حکومتی دانستیم و صندوق رأی آزاد و دموکراتیک رو به عنوان یک رقیب خارج از حکومت پیشنهاد کردیم که حالا با فشارهای این چنینی خب اون بخش افتادن پایین، بخشی از مردم خوشحالن، بخشی از جوانایی که شرکت کردن، بخشی از کسانی که اینو پیروزی برای خودشون میدونن میگوین ما تونستیم این مثلث جنتی یزدی مصباح رو مثلث جیمو بندازیم کنار و خامنه‌ای رو در از کنار انداختیم و در مرحله بعدی هم مطالبات رو مطرح خواهیم کرد. در نتیجه الان ما دموکراسی خواهان خارج از حکومت در کنار دموکراسی خواهان بدنه جامعه‌ای که در داخل ایران هستن که با هم همکاری داریم، مطالبات پر اهمیتی رو که حالا فراروی این مثلا پیروز شدگان در این انتخابات حکومتی هست طرح خواهیم کرد، یعنی ادامه همون جنبش‌های مطالباتی که اولیش صدور نامه ایست از سوی کارگران و زحمتکشان و مزدبگیران و همه کسایی که در شرایط تلخ اقتصادی در ایران هستن که بسیار خوب شما در این مرحله گامی به جلو برداشتید، موفق شدید که به اصطلاح بخشی از این حکومت رو که هم شما و هم مخالفان باهاش مخالف بودید مقداری به عقب برانید و یه فضای امیدی برای بخش از جامعه به وجود اومده و این بخش بخش فعال طبقه متوسط مرفه شهری بوده، در بسیار از مراکز کارگری معلم ها مثلا کانون صنفی معلمان بیانیه حمایتی از هیچ کدوم از جناح ندادن و اعلام هم کردن، یا شورای صنفی کردستان و مریوان که اصلا اعلام کرد ما شرکت نمی کنیم. کارگران اعتصابی در خاتون آباد، کرمان، ماهشهر، اصلویه، پارس جنوبی و اینجا که اصلا در اعتصاب و درگیری و زندان و از زندان بیرون آمدن و این درگیری ها بودن که اصلا اونجا صندوق رأی حتی به جرات بتون میگم نبردن و تو تبلیغات تلویزیونی هم نشون ندادن، چون طبقه مزدبگیر زیر فشار خط فقر کاملا درگیر است با حکومت و به هیچ وجه حکومت این بازی انتخاباتی و اون طرف ها نبود. در مجموع گام بعدی ما متشکل کردن تمام نیروهاییست که در صندوق آزاد و دموکراتیک به ما پیوستن، استفاده از امکانات یارانی مثل شما برای تبیین بیشتر جهتگیری ما در جهت هرچه متشکل کردن جنبش های مزدبگیران و سندیکالیست ها و همچنین حرکت هایی که در جهت دموکراسی خواهی و آزادی خواهی هست، با شناسایی که از کادرهایی که در این قضیه تو این یک ماه به ما پیوستن و به جرات به شما بگم ما نزدیک به 820 ایمیل پیشنهادی داشتیم از سوی عزیزانی که اومدن ثبت نام کردن در صندوق و پیشنهادهای فوق‌العاده‌ای دادن برای چگونگی سازماندهی ادامه حرکت‌ها که 5 شاخص اساسی از توی اینا اومده بیرون. 1 ادامه به اصطلاح حمایت از جنبش‌های داخلی ایران که لگام به عنوان سردمدار مخالفت با اعدام از داخل کشور و خارج از کشور 8600 نفر بهش پیوستن در مخالفت با اعدام، ما به سوی حرکت تشکیلاتی و متشکل کردن این حرکت رو با کمک کادرهایی که الان پیوستن خواهیم داشت. 2 آزادی همه زندانیان سیاسی که دلاورانی الان مثل خب خانواده‌های مادران ستم دیده که همشون به بیانیه همبستگی و به سایت رأی آزاد پیوستن، مثل خانواده خود من، مثل خانم پاکروان، خانواده زینالی، خانواده کریم بیگی، خانواده تبرزدی، آقای محمدی و خانوادش که برادرش اکبر در زندان ها کشته شد و یاران دیگه که حالا تو این فضا کم کم به شکل سازمان یافته در کنارم قرار گرفتیم در رابطه با آزادی زندانیان سیاسی. بعد از اون که مسئله زنان که در دستور کار بود و به زودی 8 مارس 17 اسفند اولین حرکت ماست در رابطه با دفاع از حقوق زنان و برابری خواهی حقوقی
با همون شعار و حرکت بزرگ زنان و دختران ایرانی که نه به حجاب اجباری رو دارن براش میجنگن و ما اینا رو سعی میکنیم به همدیگه حلقه‌های رابط بشیم و وصل کنیم که این جنبش های زنان، خانواده‌های زندانیان سیاسی، خانواده‌های اعدامی‌ها و اون کسانی که زیر اعدامن اعدام نشده در هم گره بخوره و از همش مهمتر ما برای معیشت همه مزدگیران ایران این حرکت تکاملی رو خواهیم داشت که پیشنهاد جمع‌آوری تومار حالا تا چقدر در داخل کشور و خارج از کشور به خصوص داخل کشور مراکز کارگری که یه بار موفق شدیم با کمک یارانی مثل جعفر عظیم‌زاده که الان در زندان هست از اتحادیه آزاد کارگران، پروین محمدی، آقای داوود رضوی، مازیار گیلانی نژاد که در داخل کشور زیر حکمان ولی مبارزه میکنن به طرف یک تومار امضای بیش از اون 40,000 امضای اولیه حرکت کنیم برای اینکه نشون بدیم که در ایران که دست خامنه ای بیش از 100 میلیارد دلار از پولهای مردم ایران هست، مزدبگیران ایران با 1,000,000 تومان و کمتر 700,000 تومانی که دولت اعلام کرده به عنوان حق به اصطلاح مینیمم ویج یا همین دستمزد میانگین اعتراض دارن و برای معیشت شرافتمندانشون اولین گام ما یک گام عملی شروع به جمع‌آوری این امضاها هست برای افزایش حقوق و تأمین اجتماعی و تأمین زندگی همه مزدبگیران و همچنین قراردادهای رسمی کار و داشتن پوشش‌های بیمه اجتماعی که قبلا همه ازش برخوردار بودن و اینها با تقلب و سرکوب مردم اومدن بیمه های تکمیلی رو درست کردند و یه جور دیگه از جیب مردم پول رو بکشن بیرون. پس این گام مهمی است. پیشنهادی که من از داخل کشور داریم، از بین مردم، از همین پیوستگان به صندوق و جنبش همبستگی به قول یاران داخلی ما هموندان که برای چهارشنبه سوری علاوه بر اینکه مردم میآیند و جشن چهارشنبه سوری رو بگیرند که تباهی و کثافت روزگار و سیاهی رو به دور بریزن که به خصوص سیاهی نظام ولایت فقیه هست، در کنار این مراسم قاشق زنی سنتی مراسم قابلام زنی و به اصطلاح دیگ من خالیست، قابلام من خالیست رو که تجربه بوده در بسیار کشورها ازش استفاده شدن، اون دوستان ما در کمپین های مثل بختیاری های داخل کشور، لورهای ایران و بخشی از یاران همبستگی در داخل کشور و در اتاقهای پیام دانشجو و گفتگو تر کردن به شکلی همگانی تر مطرح بکنیم که ببینیم حالا چقدر اون کسایی که در داخل این پروژه رو مطرح میکنن با حمایت هایی که ما خواهیم کرد به لحاظ رسانه‌ای و از خارج بتونه همه گیر بشه و این صدای اعتراض قابلمه‌های خالی رو به گوش همه مردم ایران به عنوان حرکت متشکل کننده برسانه، به عنوان کار سمبولیک در کنار حرکت دستهای پاکی که ما هممون دستامون پاک است، ما مردم ایران و این مشت مبارزه ما آماده است در مقابل ستمکاران حکومت، دستهای ناپاک که به خون و جان جوانان و مردم ایران آلوده است و دزد و غارتگر اموال و سرمایه های مردم ایران شده. پس دو جبهه دستهای پاک رو داریم در مقابل ناپاکان حکومتی و پس از اون هم که حالا پروژه هاییست که دستبندی دوستان کردن در رابطه با عید نوروز 12 فروردین که جمهوری اسلامی رو اینها به اون رأی مزخرف از مردم گرفتن که کلن صندوق رأی آزاد و جنبش همبستگی از اون تاریخ به بعد این صندوق داوطلبان حضور نمایندگان دموکراتیک رو به عنوان یک آلترناتیو به اصطلاح پیشنهادی از سوی نیروهای دموکراسی و آزادی خواه دقیقاً در روز 12 فروردین که دیگه دوران انتخابات مجلس و اینها نیست به عنوان یک پیشنهاد آلترناتیو در مقابل قانون اساسی جمهوری اسلامی میذاره، یعنی پیشنهاد یک همفکری ملی به وسیله تشکیلاتی که وجود دارن و میتونن الان در صندوق رأی آزاد و جنبش همبستگی و دیگر گروه ها و جریاناتی که فعلا پیوستن بیش از 16 حزب و گروه و رسانه و نیروهایی که به این نظام دموکراتیک و حقوق بشری اعتقاد دارن پیشنهاد قانون اساسی جایگزین رو شروع کنن به بحث و بررسی در مقابل قانون اساسی جمهوری اسلامی و خود جمهوری اسلامی و بعدم که بعد از به چالش کشوندن دیگه این هست
دستور کار است و توی بحثا دائما خواهد اومد مثل بقیه اینها. و برای 11 و 12 اردیبهشت هم که روز جهانی کارگر هست و روز معلم، کشته شدن معلم بزرگ خانلری در دهه 40، که معلمان، کارگران، زحمتکشان، حرکت های متحدانه رو ما سعی میکنیم پیشنهاد بکنیم از طریق تبلیغات و تلویزیون های گروه های مختلف از چپ راست میانه که به این مسائل اعتقاد دارن، کم کم یک همفکری ایجاد بکنیم که حرکت بزرگتری از سالهای گذشته برای یک برگزاری مراسم و اعتراضات کارگران و موضوع‌گیران معلمان ایران در اون هفته و اون روزهای اطراف 11 و 12 اردیبهشت، اول ماه می، دوم ماه می داشته باشیم و 13 خرداد هم که روز بزرگداشت بازگشایی سندیکای خود ما کارگران شرکت واحد است که تونستیم حکومت رو شکست بدیم و سندیکای شرکت واحد رو بازگشایی بکنیم و برای اون داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم که با یاران داخل کشور، اعضای سندیکای مختلف، به خصوص دوستانمون در بدنه سندیکای شرکت واحد که در کف جامعه کارگری شرکت واحد در آرنده هستند، حرکت‌ها رو دسته‌بندی بکنیم و اون روز ببینیم با توجه به امکانات دوستان ما و محدودیت‌هایی که هست و پیشنهاداتی که اونا میدن که از ما میخوان ما چه بکنیم برای گسترش بیشتر حرکت سندیکایی، بتونیم خود ما برنامه تلویزیونی خواهیم داشت، فیلم اون روز تاریخی بازگشایی سندیکا رو برای اون روز داریم بدون سانسور از رسانه‌هایی که بتونیم پخش خواهیم کرد. اگر شما در این زمینه بخواید همکاری کنیم که افتخار می‌کنیم شما همکاری بکنید. برای 14 تیر هم روز بابک خرم‌دین در مقابل اعرابی که کشور ما رو آمدن و به هر حال به این وضعیت در اون دوران دوچار کردن هست و بابک خرم‌دین به اون یک سمبل ایرانی، یک مقاومت ایرانی با پرچم سرخ خودش و سرخ جامگانی که به دورش ایستادن میتونه یک سمبل بزرگ ایران گرایی و استقلال گرایی ما باشه در برابر حمله که اعراب اون زمان به کشور ما کردن و یادآور این سمبل های پرشکوه امید رو برگردونیم به جامعه. 18 تیر هم که دیگه روز دانشجو و مقاومت آقای تبرزدی و یارانش هست، احمد باطبی و بقیه دوستانی که اون روز بودن. 16 تیر بود یا 18 تیر آقای جانم؟ روز دانشجو 16 تیر بود یا 18 تیر؟ نه، 18 تیر روز دانشجویی است که مقاومت دانشجویان و جبهه متحد دانشجویی در مقابل حکومت جمهوری اسلامی شد که آقای تبرزدی اینها رهبریش میکردن اون زمان، جبهه متحد دانشجویی. و 16 آذر روز جنبش دانشجویی قدیمی سال 1332 بعد از قضیه 28 مرداد است. دو روز دانشجویی ما داریم که برای هر دوتاش یاران دانشجویانی که الان به ما پیوستن از دانشگاه تهران عزیزان ما برنامه دارن و یارانی که با خود آقای تبرزدی در داخل جزء صندوق آزاد و جنبش همبستگی. روز 14 مرداد هم که پروژه روز ملی ستار باقرخان را است و قانون اساسی مشروطه که برای اولین بار در آسیا و به خصوص در غرب آسیا یک قانون اساسی مدرن و مترقی در حد توان اون روز جامعه ما با تلاش مبارزین متجددین و کسانی که میخواستن کار بزرگی در میهن ما پیش ببرن آغاز شد و خب سالگردش، یاداوریش، بحثای حقوقیش، بحثای تاریخیش، شناختن جناهاش و امثال شیخ فضل‌الله نوری که از اون زمان در مقابل مدرنیسم و انسانگرایی ایستادن تا الان که خامنه‌ای و نوه نتیجه های همون آقای بلاز نوه نتیجه فکری منظورم هست، اون آقای شیخ فضل‌الله نوری هنوز هستن و جلوی دموکراتیک شدن کشور ما و آزادی مردم ما رو گرفتن. این خلاصه شرح بحث‌ها، پروژه‌ها، برنامه‌ها و دسته‌بندی کارهایی است که حالا که ما نیروهامون رو داریم پیدا می‌کنیم و یارانی که می‌پیوندن برنامه دقیقی داره تنظیم میشه به توجه به توانی که دوستانی که میان. هر کدوم کم کم کمیسیون‌ها داره شکل می‌گیره، در کمیسیون‌های مختلف میتونن کمک بکنن. امیدوارم شما و رسانه شما هم که به نوعی میتونه در کمیسیون تبلیغات و بخش تبلیغی صندوق آزاد و دموکراتیک، چون الان به هر حال یکی از اعضاش هستید و یکی از کاندیداهاش هستید اونجا و یکی از یاران ما هستید، بتونید با پیشنهادهای خودتون و اون چیزایی که به نظرتون میرسه در راه پیشبرد این
حرکت جدیدی که آغاز شده و هزاران نفر امیدوار شدن و پیوستن و پیشنهاد میدن، شما رو هم در کنار خودمون داشته باشیم برای پیشبرد این هدف بزرگ و این مبارزه که رسیدن به آزادی و دموکراسی هست. به خصوص که روی بدنه این جنبش ها و شانه این جنبش هاست که میشه آرام آرام دیکتاتوری رو به عقب رون و زمینه ایجاد احزاب و سازمان ها و تقویت سندیکاها و شوراهای کارگری کارمندی مزدبگیران رو به اصطلاح تقویت کرد و زمینه های ایجادش رو هممون بتونیم با هم فراهم بکنیم که تا خود احزاب واقعی غیر حکومتی در بدنه جامعه حضور پیدا نکنن و تا خود سندیکایی که تشکیل دادیم که فضای دیکتاتوری رو بتونیم از سرشون هممون با همدی دورتر کنیم، خب نمیتونن اون فرایند اتحادیه‌های سراسری و فدراسیون‌های سراسری رو پی بگیرن. به همین دلیل در همین مرحله همه ماهایی که در فرایند دموکراتیزاسیون کشور و مدرنیته کشورمون میتونیم فعال باشیم، میتونیم روی این پیشنهادها و روی این بحثایی که ما داریم با دوستانمون پیشنهاد میکنیم گفتگو کنیم، همکاری کنیم و هر کسی به نظرش هر چیز بهتر عملی که میرسه و خودش هم یه زمینه برای اجرای کردنش داره، یعنی انتقاد با راه حل، مثل شما که میاد میگید و یه راه حل دارید میگید آقا بیام توضیح بده، ممنون. و همه اگه اینطور باشن فکر میکنم این امیدی که به وجود اومده رو ما میتونیم ازش به عنوان یک نیروی اجتماعی و قدرت سازماندهی اجتماعی استفاده کنیم. ممنونم از شما، ما رو در جریان بذارید. دوستان عزیز، همونجوری که دیدید در حین مصاحبه من وبسایت دوستان رو نشون دادم، صفحه فیسبوکشون هم هست، باهاشون تماس بگیرید و خوشحالم که اینها آماده هستن نظریات شما رو بشنون. این کاری رو که شما میخواین انجام بدید و دوستان رو در جریان بذارید به صورت حالا یا ویدیوهایی که از قبل تهیه شده یا همون مصاحبه‌ای که هر روز میشه، اینها رو آپ تو دیت کنید، بذارید که مردم، الان شما برنامه 5 ماه 6 ماه رو به اصطلاح گفتید، این خیلی خوب میشه که برای دیگران هم اینها رو پخش کنید و ببینن و وقتی میان اونجا یه قسمتش فقط مربوط به صندوق رأی و صندوق خودتون باشه. بازم از شما ممنونم. در حین مصاحبه ما صدای بوق و اینها رو میشنویم، میدونیم شما مشغول هستید، امیدوارم که شما رو بیشتر داشته باشیم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و باز هم در تماس باشیم. از شما ممنونم، امیدوارم با همین حسن نیت بتونیم این کمکمون رو به مبارزان داخل کشور که واقعا درگیرن با پیچ کمک بکنیم دیگه. منم از شما ممنونم که فرصت رو فراهم میکنید و با دلسوزی نقد میکنید، کمک میکنید نقطه ضعف رو پیدا بکنیم، همینطور با هم ادامه بدیم. از همیانانمونم فعلا خداحافظی میکنم تا روزهای دیگر. به امید دیدار و موفق باشید. سپاسگزارم. خب دوستان عزیز، با آقای منصور اوسانلو بودیم از نیویورک. میتونید با ایشون تماس بگیرید روی فیسبوک، روی وبسایت رأی آزاد و نظرات خودتون رو باشون در میون بذارید. من در بین همین صحبتایی که کردن چند تا ایراد کوچولو میبینم. یکی این که وقتی شما خواسته هاتون اینجا میگن ویک خیلی خیلی باز باشه، من یکی میخوایم آزادی زنان، یکی میخوایم حقوق کارگر، یکی میخوایم نمیدونم حق دانشجو، یکی میخوایم خوراک فقیرا، اینجوری باشه، به نظر من اونجوری که باید اثر نمیذاره. حالا براتون میگم چرا. اینجا شما باید سر یه موضوع، الان شما که کارگر هستید و نماینده کارگران اینها، باید بیشتر رو موضوع کارگران، اتفاقا من بارها گفتم اگر تمام دانشجویان اعتصاب کنن نرن کلاس، نرن مدرسه، خب آخوندی که خودش میاد انقلاب فرهنگی میکنه، دانشگاه ها رو میبنده، این خوشحال میشه. خداییش بگم هر معلمی هم دلسوز باشه با همه اینا، وقتی مدرسه تعطیل بشه میگه خدا رو شکر حالا دیگه نمیخواد بریم مدرسه، پول بنزین بدیم، یا حتی اگه بگن بیا میرن میشینن تو دفتر چای میخورن اینها. پس اعتصاب دانشجویان کاری رو از پیش نبرده و نخواهد بود. چرا همیشه دانشجو نقش داشته؟ برای که دانشجو اون دانش خودش رو میبرده توی منزل
با پدرش، مادرش، برادرش، دوستان که کارگر هستند، کارمند هستند، با اونها صحبت میکردن و اونها وقتی تصمیم میگرفتن اگه اعتصاب میکردن کاری انجام میشده. یه چیزی که شاید یه جوری به اصطلاح مردم رو ناامید کنه، وقتی شما میاد 5 ماه 6 ماه برنامه رو میگی، دوستان میگن که خب مثل که ایشون اصلا اینجا برنامه لانگ ترم داره، یعنی دراز مدت داره و اصلا هدفش این نیست که ماه آینده تموم بشه برگردن ایران. یا اینا یک کم به نظر من اینجا میگن بک فایر، عکس العمل بد یا تبلیغ بده. باید خیلی مواظب باشید شماها به عنوان سخنگوی یک جنبش یا یک حرکت، چیزی رو که میخواین بگید یا کاغذی رو که میخواین بنویسید و چاپ کنید، این رو باید به دوستانی که ایراد میگیرن اول اون رو نشون بدید. اگر از فیلتر ایراد اونها رد شد، بعدن تازه میذارید روی صفحه و رو اینها، بعد میبینه ای بابا حالا تازه 20 تا ایراد دیگه هم مردم میان میگیرن. درست. ممنونم از ایشون. من بارها گفتم تمام این دوستان کارهایی که انجام میدن با حسن نیت انجام میدن، حقیقتا فکر میکنن خب این بهترین هست که این کار رو انجام میدن، اگه باور داشتن چیز دیگه ای بهتر هست اونها این کار رو انجام میدن، همینجوری که یعنی اون کار رو انجام میدن. همینجوری که شما میبینید الان ما نوشتیم، شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. این دوستان احتیاج به کمک مالی دارن و اگر شما مایل هستید برنامه اینها، تبلیغات اینها روی فیسبوک مردم تیوی، روی وبسایت مردم تیوی، روی تلویزیون مردم تیوی پخش بشه، تلویزیون مردم تیوی دیگه غلط، یا مردم تیوی یا تلویزیون مردم پخش بشه، شما میتونید یا با من تماس بگیرید یا با خود ایشون و حمایت کنید. این از این قسمت. و اما ما اون روز که داشتیم صحبت میکردیم، بعض وقتا روزا رو هم ما قاطی میکنیم. اتفاقا یه برنامه پیش آمد با یه دوستی وقتی صحبت کردیم، بعد من معمولا لینک مصاحبه ها رو برای اون طرفی که تو برنامه بوده میفرستم و که نگاه کنن اگه یه جاش اشکالی هست. یه وقت مثلا ایشون تو نیویورک، اگه فرستادم براش می‌نویسه که تو نیویورک این ویدیو پخش نمیشه، ایشون به ما خبر میده، ما تماس میگیریم و اینها. یکی از دوستان گفته آقا شما ویدیوی منو ادیت کردین؟ گفتم نه. شما این برنامه منو نگاه کنید میبینید با وجودی که من ادیتینگ ساعت 135 دلار پول میگیرم، ولی خیلی بدم میاد و سعی میکنم این کارو انجام ندم. کارهای ساعت 50 دلار 80 دلار انجام میدم، ولی دوربر کارهای ادیتینگ 135 دلاری نمیرم. دلیلش هم بارها گفتم، چون طرف میگه ای بابا شما 20 دقیقه فیلم درست کردی میخوای 500 دلار بگیری؟ نمیدونه شما 10 ساعت گذاشتی، حالا رود نیومده بگی 10 ساعت، به این میگین 3 ساعت. تنها موقعی که من کار ادیتینگ انجام میدم اینه که طرف یا از طریق اسکایپ بیاد رو کامپیوتر من حاضر باشه، یا بیاد اینجا بشینه به من بگه اینو بذار، اینو بردار، این موزیکو بذار، این تایتلو بذار و الی آخر. به این دوستم گفتم نه عزیزم، اگر من چیزی رو ادیت کرده بودم که به این زودی 45 دقیقه بعدش ویدیو یوتیوب و فیسبوک و وبسایت خودمون حاضر نمیشد. وقتی شما ادیت میکنی یه چیزی رو برداری یا یه چیزی رو بذاری، بعد بهش میگن رندر. آره این کلمه رندر هم من نمیدونم چیه. تا این ویدیو دوباره بخواد آماده بشه 3-4 ساعت طول میکشه. که این سوال منم هست، الان که دیجیتال هست باید این خیلی تند و زود و سریع بره، ولی انجام نمیشه به اون صورت. بعد خلاصه نمیدونم، یه جورایی بعضی وقتا این دوستان اون تئوری دسیسه هنوز تو مغزمون هست و هر کاری هم میکنیم که بابا به یه نفر اطمینان کنیم، یا اقلن به صورت سوال ازش بپرسیم که من مثلا رفتم در دقیقه 7 الان آخر برنامه آقای اوسانلو اسکایپ ایشون فریز شد، ضمن این که از وسطاش من میدیدم اینترنت ایشون قرمز شده بود. من حالا باید بعدن به ایشون بگم تلفنش رو اگر روی اینترنت منزله خاموش کنه، کامپیوترهای دیگر رو اگر روی اینترنت در زمان اسکایپ خاموش کنه، چون اینها اینترنت های بیزینسی که نمیگیرن، که اینترنت خونه و زندگیشه، بچهشون خونه باشه داشته باشه گیم بازی کنه، مصاحبه خراب میشه.
حالا یه نفر زنگ بزنه با آقای اوسانلو بگه آقا دیدی سوربی حرف آخر تو قطع کرد، آقا این نه دست منه نه دست آقای اوسانلو. در صورت این دستیسه ها رو کنار بذاریم، یه جایی باید شروع کنیم به همدیگه اعتماد کردن. یه چیزی حالا که صحبت از اینترنت هست و اینها، من به شما نشون بدم دوستان، اگر امروز برنامه من رو دارید میبینید ولی روز جمعه نتونستید ببینید، دوستان سرعت اینترنت شما کمه. حالا هی بگید که من رفتم دستگاه خریدم 100 دلار، هی بگید که من نمیدونم از همسایم کش میرم که اینجوریه. اگر شما امروز برنامه منو میبینید زنده ولی روز جمعه نتونستید برنامه من رو ببینید، سرعت اینترنت شما کمه و من به خاطر شما امروز سرعت رو آوردم روی نصف اون سرعتی که روی روز جمعه برنامه پخش میکردم. خیلی ساده، من این وبسایت رو میارم، برید روی من نمیدونم سرچ باکس اینجا بهش میگن، بعضی ها دیگه عادت کردن همه چیز رو میرن روی گوگل و بی خود به گوگل کردیت میدیم دیگه. شما وقتی یه آدرس وبسایتی رو میدونید و میخواین اون رو تایپ کنید، چرا میرید میزنید تو گوگل؟ چون اگه بزنید تو گوگل وقتی میزنید سپید تست یعنی آزمایش سرعت، اون براتون 1,000,000 وبسایت و دستگاه میاره که بله شما میتونید با کیلومتر با این با اون، ولی شما آدرس رو که میدونی دیگه باید مستقیم بری هیوای نسی از این اون بپرسی. مثل اینکه شما میخوای بری خونه مادرت، آدرس رو بلدی ولی هی وایسی تو خیابون از پمپ بنزین بپرسی منزل مادر من کجاست، اینا بهت میگن این درسته برو همینجور برو، خب وقت تلف میشه. برید روی اینجا بهش میگن سرچ باکس، اونجایی که آدرس تایپ میکنید نه اونجایی که میزنید google.com. اگرم بلد نیستید بذارید من یه جوری اینجوری بهتون این گوشه رو نشون بدم که بعضیا دوتا دارن. ببینید این صفحه کامپیوتر من از اون بالا تا اینجایی که الان 3 تا باکس بازه یا 4 تا باکس، کامرای دو نمیدونم معلومه یا نه، به این میگن سرچ باکس، اصلا نوشته سرچ اور انتر آدرس، ولی اینجا میبینید این مال گوگله. این که مثلا من یه آدرسی میخواستم برم مال گوگل زدم اونجا، فرق میکنه. این اینوره، این یه علامت ضربین روشه. البته این روزا دوتاشو کردن یکی، چرا که شما وقتی هم میخوای از اینجا بری باز یک گوگل یه دونه ویژگون میگین شما تهرونیا، ما شیرازی ها میگیم پنجیر، یه پنجیرید گرفته باشه گوشتتو بکنه. ولی اگه شما بیای بزنی این www هم دیگه لازم نیست، ولی بزن بعد بنویس speedtest.net. این رو که میزنی، همش ما میگیم میزنید، همش حرف زدنه، همش حرف کشتنه. خب ببینید من براتون این رو بزرگتر کنم که شما ببینید اینجا هم خب میخواد تبلیغ به خوردتون بده. اولا اسمش ببینید سپید تست، یا اونجوری که ما ایرانی ها میگیم سپید تست، سپید یعنی سرعت، تست هم آزمایش، همین به اضافه یه نقطه دات نت. وقتی آمدید اینجا گول این صفحه و تبلیغا و استارت و اینا رو نخورید، این وسط این روی کامپیوتر خودتون یا لپتاپتون یه چیزی اینجا کشیده، اینجا میزنید بگین تست یعنی شروع کن آزمایش کن، و این جاهای مختلف بود. حالا میبینید من میام این کنار، ببینید این صفحه رو توی 6 میلی سکند برای اونها فرستاد و برگشت. این همون پینگه، پینگ پونگ که میگن پینگ پونگ، پینگ از این ور پینگ از اون ور، از اینجا 6 میلی سکند فرستاد. شما اگه میزنید میشه 30 40 70، اشکال داره کارتون. این قسمت رو میگم. بعد ببینید نوشته سرعت دانلود ما هست 101.18 مگابیت پر سکند، سرعت آپلود ما هست 120.66. من اون روز خواستم یکیشو استفاده کنم، 1000 کیلو. شماها هی نوشتید آقا برنامه‌تون قطع میشه، ما اینترنتتون رو امتحان کردیم، ما بهترین اینترنت رو داریم، ما ایرانی هستیم، هنر نزد ایرانیان است و بس، بهترین اینترنت. ببینید دوستان اینجا رو نگاه کنید،
6 میلی سکند، یعنی 6 هزارم ثانیه این ارتباط برقرار کرده و برگشته اینجا. میبینید رفت و برگشت، این ترانسپورت شمس الماره. بعد ببینید نوشته 101.18 دانلود، علامتم فلش زده که یعنی اگه من یک ویدیویی که 200 مگابایته که اون وقتا مینوشت 3 روز طول میکشه، الان اگه بزنم توی 2 ثانیه مگابایت با مگابیت فرق میکنه، نه اون دو برابر، این توی 4 ثانیه این رو دانلود میکنه. اون وقتا باید نصف روز وای میسادیم براش. اگرم من از اینجا میخوام بفرستم، اگه یه نفر گفت آقا من میخوام کیفیت ویدیوم خوب باشه، من این رو روی 4، روی 5، روی اینجوری میفرستم. من اون روز آمدم این رو روی 1، 20 نفر شکایت کردن آقا ما برنامه‌مون قطع، نتونستیم ببینیم، مجبور شدیم چیز ببینیم. بابا جون زنگ بزنید به ISP تون، اون اینترنت سرویس پرووایدر، گاگایی مودمتون رو خاموش روشن کنید. و جالب اینه و گله میکنم از دوستان، من بهشون گفتم برید روی speedtest.net بزنید آزمایش کنید، برای من بنویسید چنه شماره هاتون تا من بهتون بگم. طبق معمول همشون همون آقا ما بهترین رو داریم. ما روزی که زنگ زدیم گفتیم آقا ما ایرانی هستیم، بهترین رو به ما بده، اونم بهترین رو بهمون داد. این چیزی که من میدونم، این چیزی که من میتونم. حالا دیگه چی میگن، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملا. یه دوستی داریم به نام آقای آل احمد، ایشون مقاله های خوبی مینویسه، چیزهای خوبی میفرسه. امروز یه ویدیوی رو فرستاده، این ویدیو خیلی جالبه، بیان با هم ببینیم. و واقعا میگم آدم نمیدونه که گریه کنه یا بخنده. بذارید من این رو براتون اندازه صفحه کنم و صداش رو هم پخش کنم. بله کامرای 3 اینجا، چشم، بله این صدا رو هم باز میکنیم. ببینید دوستان، از اون نمایش های تعزیه و اینها حالا اومدن یک کمی پیشرفت کردن. آقا که کلش به این گندگی، یک کلا کوچولو گذاشتن بالای سرش. میبینم تو فیلمای ایرانی بعضی از این چیزا مال شهربانی، یک نقابی دارن که اصلا وقتی میخواد بیاد خونه فکر کنم نقابش یه ربع ساعت زودتر از خودش میاد. اون از اون ور، این از این ور، همش از عقده حکایت میکنه. بشنوید و ببینید این ویدیو رو. حضرت محمد امام زمانه، ولی این رو یه نفر گذاشته روی فیسبوک و نوشته سبحان الله حماقت تا کجا. آقا جون شما همین آمریکا رو نگاه کن، ایام کریسمس که میشه دم خونه هاشون، ما همین طرف تو FBI کار میکنه، در خونهش حضرت مریم رو میاره میذاره زیر درخت، میبردش تو طویله، یه بچه هم میذاره توی دامنش، نمیدونم یوسف نجار هم میره اون ور برای خودش با با گاو و گوساله ها، شب تا صبح هم نور میندازه روش. این ماجرا برید نگاه کنید، نمیدونم چی میگن کلمه الان یادم رفته، به صلیب کشیدن توی فیلیپین،
چه جوری آدما روزی که قراره چیز کنن میرن روی صلیب خودشون رو میخ میزنن، 4 تا میخ توی دست و پاهاشون میزنن، ساعت ها اونجا وای میسن، این صلیب رو هم روی شونهشون میکشن. من نمیدونم شما دنبال چی میگردید. شما دنبال اسلامی میگردید که از مسیحیت پیشرفته تر باشه؟ شما دنبال یه دینی میگردید که از یه دین دیگه پیشرفته تر باشه؟ همش همینه. مگه دین زرتشت هنوز این ماجرای اجاق گاز و آتش و اینها رو، بابا این مال موقعی بوده که مردم بلد نبودن آتش روشن کنن، یه جایی رو روشن گذاشته بودن، یه نفرم مأمور وایسا بغلش، اون بعدن شروع کرده از مردم کاسبی کردن، آهان این نور خدا هست و این فلان هست و اینا. ولی اون موقعی که من و شما بلد نبودیم روشن کنیم، کبریت نبوده، فندک نبوده، گاز نبوده، هر کسی میخواسته میرفته یه چوبی سیخی میبرده اونجا میزده روشن میکرده میمده تو خونش. حالا این آتشکده ها همین جوری مونده 3000 خورده سال، تازه حالا اونا میخوان بگن ما از این پیشرفته تریم. آقا ادیان مذاهب همشون مثل همن، همشون توی چهارچوب منطق یا لاجیک نمیتونی جاش بدی، به خاطر همین روی زمین نیست جاشون، توی هواست، توی آسمونه. اون وقتا یک کسی که میخواست کارشو از دست بده میگفتن طرف پاش رو هواست، یعنی رو زمین نیست، معلوم نیست کی از بین میره، معلوم نیست کی باطل میشه. اینم از این. ممنونم از آقای آل احمد. بله نوشتن نمیدانم این ویدیوی اجرای مراسم رسمی ظهور امام مهدی توسط گارد نمیدونم چی جمهوری اسلامی را دیدید یا نه، مضحکه جدیدی برای حیف و میل کردن منابع مالی مملکت در راه توسعه شیعه‌گری و تحمیق مردم. دوست عزیز، ما ملت بیچاره‌ای هستیم. ممنونم از نیر خانم که وقتی راجع به انتخابات صحبت میکنه میگم خب خانم، وقتی که شاه سوئیس رفته ما انتخاباتش نسبشو اصلا اون دیگه مجزاش نسبشو منصوب چی بود؟ انتصابی، نسبش انتخابی، انتخابیارم آقای احمد علی مسعود انصاری میاد توضیح میده، میگه هویدا و علم و اینها مینشستن میگفتن این بله اون نیست، اقلا این مجلس خبرگان اینا اسما رو شما میبینید میندازن بیرون فلان. برید مصاحبه رو ببینید که در زمان شاه طرف نماینده یه شهری بوده، مردم بهش رأی دادن آمدن انداختنش بیرون، ولی ایشون نوشت که بله زمان شاه هم رأی گیری و اینها درست نبوده. خب سوال من اینه، اگه تو زمان شاه سوئیس رفته 57 سال بابا و پسر میخواستن ایران از اروپاییان ببرن جلوتر، رأی گیری ما اون بوده، چطور یه دفعه شما انتظار دارید رأی گیری اینها خوب باشه؟ حالا بماند، یه خانمی دیشب دیدم ویدیوش و اینها خیلی جالب بود، اونم انگلیسی مثل من دست پاشه کسته صحبت میکرد، رشته سوسیالوژی درس خونده و میگفت که ما دنبال این هستیم که یه روزی این مسئله حجاب از حالت اجباری عوض بشه و اختیاری بشه. در هر صورت اونها به نظر میرسه دارن فعالیت میکنن و همون جوری که بارها گفتیم همونقدر که جمهوری اسلامی داره آزادی بهشون میده، اینها از اون آزادی دارن به نحو احسن استفاده میکنن، سنگای بزرگ بر نمیدارن، سنگر رو پای خودشون بندازن رو پای من و شما، سعی میکنن همین که این درواز کرد اینا یه سنگی رو بردارن فعلا بیارن این بر 4 تا سنگ داشته باشن. در اصل میدونید 8 نفر نماینده زن در تهران انتخاب شده و چند تای دیگه هم این ور اون ور. و باز آقای رفسنجانی به عنوان مثل که بیشترین رأی رو برای مجلس خبرگان گرفته. حالا جالب اینه اونایی که نشسته بودن آقای رفسنجانی بیاد که اصلاح طلب وضع خوب میشه، اونایی که تو سر خودشون میزدن برای آقای موسوی، میرحسین موسوی یا آقای کروبی، آقای رفسنجانی اولین مصاحبهشی که کرده گفت حالا دیگه انتخابات تموم شد، بهش گفتن اینایی که بر علیه تو تهمت میزدن باهات بدرفتاری میکردن چیکار میخوای بکنی، پدرشون چجوری در بیاری؟ گفته ای بابا انتخابات تموم شد، ما با هم باید دوست باشیم. یعنی به ملت گفته آقا خانم برید دنبال کارتون، شما کی میخواییم بفهمین؟
ما اگه با هم هم دعوا میکنیم ما برادریم، ما خانواده ایم، ولی هممون در مقابل شماها هستیم. در هر صورت بیایم اینجا و نیاک، یکی از سازمان هایی که من کاراشو بعضی هاشو خیلی قبول دارم، خیلی قشنگ اینها قدم به قدم پیش رفتن. ما میتونیم بگیم یه مقداری از این چیزای برجام و اینها واقعا حاصل کار نیاک بوده. اینها یک برنامه رو گذاشتن به نام داکیونایت، داکیومنت یعنی مستند، نایت هم که شب، شبهای مستند، فیلم هایی رو نشون میدن. و سوم مارچ که چهارشنبه فکر کنم باشه، نه؟ بله امروز 29 فردا یکم، پنج شنبه ببخشید، پنج شنبه اینها یه فیلمی دارن. من با وجودی که این فیلم حتی زیرش فارسی نوشته، حقیقتش نمیدونم اسم این چیه و معنیش چیه. اینجا نوشته مولفگند، من نمیدونم یعنی چی مولفگند، نمیدونم. بعد اینجا نوشتن مولفگند آیسا شوش، من شوش رو دیدم، حالا نمیدونم این یه برنامه دیگه است یا هرچی. در صورت اسم این مولفگند و اینها اینجا هست، پایین نوشته که مولفگند directed by محمود رحمانی، 53 دقیقه فیلم هست، سال 2009 ساخته شده، Persian with English subtitle، subtitle یعنی زیرنویس. نوشتن Document Screening Thursday March 3rd، سوم ماه مارس. در کجا هست؟ بله، Busboy and Poets، یه رستوران خیلی خوب و خیلی هم فنسی نیست اونجا هست. بلیط هم $10. نوشتن تیکت هم باید از روی اینترنت بخرید، این must یعنی باید، and must be purchased online، تیکت رو از اونجا بخرید. حالا اگر سوالی چیزی داشتید یا از من یا از نیاک بپرسید. من در دستن در کار یا در رابطه با اینها نیستم، اینها رو به عنوان public service announcement میگم برای دوستان. و اما یه وبسایتی رو اینجا گذاشتم، خودم هم نمیدونم آها راجب چی. حالا که راجب سینما بود این هم بد نیست براتون بخونم که تندروترین کارگردان سینمای ایران درگذشت و این خیلی جالبه. کارگردانی که افتخارش این بوده که سینماها رو آتیش میزده قبل از انقلاب، البته گفته ایشون سینما رکس رو آتش نزده. نوشته که شنبه 27 فوریه شهروند خبرنگار رفته و گفته که تندروترین کارگردان سینمای ایران درگذشت. فرج الله سلحشور، کارگردان تندرو سینمای ایران، بعد از یک دوره طولانی بیماری سرطان درگذشت. خیلی جالبه که ایشون حتی دخترش بر علیهش صحبت کرده بود، گفته بود که این پدر من به اصطلاح عقب افتاده است و اینها از لحاظ طرز فکر. و جالب اینه، نوشته که تا حالا چندین بار دادگاه رفته برای که کلاهبرداری کرده، سناریویی که درست میکرده از این و اون کش میرفته، ولی پولهای میلیاردی در اختیارش میذاشتن. بعد آخرین پاراگراف نوشته سلحشور در یکی دو سال گذشته با رویای ساختن فیلم حضرت موسی با وجود بیماری تلاش زیادی کرد، این تلاش البته از سوی همفکرانش نادیده گرفته شد، در نهایت نیز بیماری او را از پای در آورد و تجویز اشتباه دکتر باعث فلج شدنش شد. صبح شنبه هم روزنامه ها اعلام کردند که سرطان جانش را گرفت، اما او بعد از مرگ نیز از انتقاد دست نکشیده و وصیت کرده است که در قطعه هنرمندان و کنار هنرمندانی که از دید او هنرمندان واقعی نیستند دفن نشود. سلحشور قرار است در امامزاده باغ فیض دفن شود. این آقا کسیه که گفته بوده که اون کیه، این خانم جولی چیز میخواست بره ایران، این گفته بود که ما احتیاج نداریم این فاحشه‌های بین المللی بیان اونجا. حتی به زنای سینمای ایران هم توهین کرده بود، گفته بود اینها یه عده فاحشه بیش نیستن. این هم از این ماجرا. و اما بله، ما
داشتیم توی برنامه صحبت میکردیم و میگفتیم بابا جون ایران اون بهشت برینی که الان بعضی از این شاه الله یا به دروغ میگن نبوده و حقیقت چیز دیگه ای بوده. اگه شما میخوان حقیقت رو واقف بشید اینه که برید بپرسید چرا این همه خواننده قبل از انقلاب هم آمده بودن اینجا زندگی میکردن. بعد ما وقتی چند تا اسم رو گفتیم یکی از دوستان گفت ویگن هم سالها قبل از انقلاب آمده بوده آمریکا زندگی میکرده و هر سال میومده ایران برای نمیدونم جشن کریسمس و اینها کنسرت میذارن. اینها دیگه زبل بودن، هم از اینجا پول میگرفتن هم از اونجا، یا خرج سفرشون رو به ایران اقلا با کنسرت اونجا در میآورد. من برای ایشون نوشتم که من یه بار شنیدم که ویگن با برادر شاه سر دوست دخترش، همسرش، نه دوست دختر و همسر برادر شاه، دوست دختر ویگن یا همسر ویگن گویا مشکل پیدا میکنن، بعد دعواشون میشه. ویگن گردن کلوف بوده، گویا دعوای بدنی و اینجوری هم بوده، و بعدن به نصیحت دوستانش بهش میگن برو از این مملکت، اگه اینجا وایسی یا سر به نیستت میکنن یا زندانیت میکنن. شایدم مردم میترسیدن بیهوده از شاه و خانوادش. این شاه و خانوادش اینقدر آدم های خوبی بودن، هرکی میگرفتن میبردنش ساواک، الان دیگه معروفه نوشابه بهش میدادن. حتما امیدوارم شما هم نوشابه گیرتون اومده باشه تا بفهمید چه نوشابه. در صورت چی بگیم والا از ترس، گفت دیگه کلمیات تو شیراز تظاهرا انقلاب میگفتن از ترس مسلمونا ما شاه نمیخوایم، حالا ما هم از ترس شاه الله یا حقیقت و تاریخ رو باز زیر پا بذاریم. هفته قبل بود چهارشنبه زنگ زدم به آقای مینویی، گفتم آقای مینویی من برنامه شما رو نگاه میکنم، بلا استثناء شما هر هفته درباره مصدق، درباره شاه، درباره اینکه شاه کار قانونی کرد، مصدق کار غیر قانونی کرد صحبت میکنید، ولی هیچ وقت صحبتی از اون نخودیا و نخاله ها نیست، مثل آقای شعبان جعفری، شعبان بیمخ معروف و اینها، و این ماجرا چیه. بعدم طبق معمول نخود هر آش آقای توکلی آمد و گفتم آقای مینویی شاید یه دلیلی که مردم دیگه به برنامه شما زنگ نمیزنن یا توجه نمیکنن این وجود آقای توکلیه که شده شعبون بیمخ برنامه شما. هر کی زنگ میزنه این میخواد جوابش بده. از امیر کبیر میگن آقا ما اون موقع مدرسه داشتیم، دانشگاه داشتیم، این میاد میزنه تو سر امیر کبیر. از نمیدونم چی میگیم اینجوری اینا. خلاصه حالا قرار شده آقای مینویی تحقیق کنن درباره شعبان جعفری که چرا وقتی آقا قانون رو عوض کردی و قانون من نمیدونم نخست وزیری تو کردی زاهدی و نمیدونم از این مزخرفاتی که بوده، چرا شما میرید تو زندان لات و لوتا رو میاری؟ مگه نمیگید این انقلاب بوده؟ مگه نمیگید این قیام مردمی بوده؟ بس مردم کجا بودن؟ شما چرا میرید لات و لوتا و فاحشه ها رو میاری بیان بیفتن به جون مردم؟ کسایی که چیزی ندارن که از دست بدن، این سوال بزرگی. در رابطه با ویگن من اونو شنیدم، مطمئن نیستم. اگر کسی میدونه، مخصوصا دوستانی که در گلندل میشینن، بیان بگن. حالا این ماجرای شاه و زن بازیش و اینها میدونید که معروف ترینش خانم طلا که فکر کنم همسر فردوس بوده، این رو هم شاه از دوستش اجاره گرفته بوده. من میدونم والا چی بگیم، با اجازهش دیده بودید مثل اینا بعضی هم میاد مثلا شما یه لیوان جلو تو طرف ور میدار بعد میگه با اجازه، آقا من که هنوز اجازه ندادم، اون ورداش بود که بعد گویا برای این طلا خانم آپارتمان گرفته بوده یا توی قصر یه قسمت رو بهش داده بوده و اینها. خیلی ها میگن فردوس از اون زمان کینه شاه رو به دل گرفت و دیدید که فردوس نمیدونم جاسوس چند جانبه شده بود دیگه، ازم برای انگلستان هم برای روسیه و الی آخر، بعدم که همکاری با جمهوری اسلامی، ساختن اون فیلم ها و توضیحاتش که هست. ولی جالبه که اونم به طرز فجیعی گویا تو همون خونه ای که به صورت زندانی بوده، مثل همین موسوی و کروبی و اینها، بعض وقتا این زندان ها من و شما آرزمونه یه زندان اینجوری بهمون بدن، باغ و خونه و فلان اینا، اجاره یا قسط ماهیانه هم نداشته باشیم. در هر صورت
باز برگردیم به انتخابات ایران، نوشته که فهرست مورد حمایت اصلاح طلبها کرسی های تهران را در مجلس از آن خود کرد. ببینید، یعنی با وجودی که این همه دوستان قمپوزیسیون گفتن رأی ندید و اینجور و اونجور، مردم دیدن بابا برن به این دزد رأی بدن بهتر از به فاشیسته. اقلا این دزده میاد دزدی میکنه، ولی فاشیسته زندگی و به اصطلاح مملکت رو به هم میریزه. نمیدونم، پرسیدم این ویگن اگه کسی از ماجراش خبر داره، چون ایشون 8 سال قبل از انقلاب آمده بوده ایران و بعدم که دیگه بعد از انقلاب بهش گفته بودن که شما بهتر ایران نری و نرفته بود، تا چند سال پیش فوت شد. اتفاقا من تو این خواننده و اینها ویگن رو هیچ وقت ندیدم و روزی که قرار بود بیاد اینجا رفتیم و ایشون قرار بود بیاد، تو خانم اهدیه، آره فکر کنم اینجوری بود، بعد ایشون مریض شد نتونست بیاد، به جاش دخترش خانم آیلین ویگن آمد که بعد من خب یه مقداری پشت صحنه و اینها میرفتم و میمدم. وقتی آمدم اینور یکی از دوستان به من گفت این آیلین ویگن گفته من دلم میخواد این خرخره سوربی رو بجوم. دوستان این هنرمندای ما ببینید چه هانیبال میگن بهشون، چه آدم خورایی هستن، کجاهای آدم رو میخوان بجوم. اون وقت اینا میان جلو تلویزیون میشینن، شما فکر کنید چه قلب رعوفی دارن. همین خانم آیلین ویگن اگه فکر میکنید من دروغ میگم، بیاین روی تلویزیون تا بهتون بگم کی کجا بود. در صورت آقای ویگن مریض شد، به جاش آقای رسائی رو فرستادن و خانم اهدیه، و ما به این بدین صورت از دیدن ویگن به اصطلاح محروم شدیم و دیگه هم هیچ وقت ندیدیمش. رو ایشون فوت شد و رفت. میگن نگید فوت کرد، فوت رو که خودش نمیکنه، اونایی که خودکشی میکنن فوت کردن، اینا فوت میشن. حالا آقای اجلالی اون روز میگه این کلمه فوت یعنی به وفای خود عمل کردن، یعنی برمیگردن همون ان لا لله و ان لا علیه راجعون. خب میگن که آیا هیچ به دنبال چطور شد که ایتو شد رفتیم؟ هنوز پس از 37 سال میگوییم جوانهای ما گول خوردن، مردم احمق و نادان بودن، حالا در این ایمیل مصدق را هم گناهکار میدانند، همه اشتباه کردند، فقط یک نفر به نام خدایگان شاهنشاه بزرگ ارتشداران فرمانده آریامهر بیگناه بود. البته من و شما شاید نتوانیم قضاوت کنیم، این تاریخ است که قضاوت کرده و خواهد کرد. چگونه سلطنت 2500 ساله به خاطر بیکفایتی و ندانم کاری حکومتگران ما یک باره فرو ریخت و به آنان لعنت خواهند فرستاد. علی شیرازی دوست عزیزمون یه نوشته هم هست، نوشته نسبتا طولانیه، اونو میذاریم هر کسی خواست براش میفرستیم. آقای ابراهیم نبوی رو شما میشناسید که آقای ابراهیم نبوی طنازه، طنز نویسه، یه مدتی هم خیلی معروف شده بود، ولی الان من وقتی که این ور اون ور میبینم و میخونم میبینم خیلی دشمن پیدا کرده. و اگه یادتون باشه ابراهیم نبوی حتی وقتی که اجازه بدید، وقتی که سپتامبر 11 اون 11 سپتامبر اینجا اون ماجرای هواپیما و اینها پیش آمده بود، یه طنز زیبایی رو نوشته بود، من یادم، من فرداش خوندم اون رو در تلویزیون FPA Fairfax Public Access، و نوشته بود که امکان نداره اینها ایرانی باشن، مگه میشه ایرانیان 19 نفر به همسراشون نگن کجا میخوان برن، مگه میشه ایرانی 19 نفر سر وقت برسن، مگه میشه. خلاصه خیلی دلیل آورده بود که اینها ایرانی نبودن و خیلی هم ما خوشحالیم که اونها ایرانی نبودن، بیشتریشون از عربستان سعودی بودن یا از عربستان سعودی و وهابیون حقوق میگرفتن. حالا یه مقاله رو ایشون نوشته به نام کاربوت شکافی یک انقلاب،
علم الهدا گفته که مقایسه حکومت قبلی با جمهوری اسلامی از نظر فساد مالی درست نیست. یک روز بعدش هم سردار نقدی عین همین جمله را تکرار کرده است. البته به نظر من هم اصولا مقایسه دو حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی از نظر فساد مالی نه تنها درست نیست و اخلاقی و انسانی نیست، بلکه عقلانی هم نیست. البته وقتی آدمی مثل نقدی یا آدمی مثل علم الهدا و وقتی حرف بزند، دو تا وقتی نوشتی، طبیعی است که کجا رفتی؟ پرید بالا. بله، طبیعی است که کسی دلیلی نمیپرسد و بنا هم نیست که استدلالی گفته شود. اگر بنا شود همه آدمهای با شعور دلیل ارائه کنند و نقدی و علم الهدا هم همین کار را بکنند، پس تفاوت این دو نفر با آدمهای با شعور چیست؟ ولی چون من معمولا برای حرفهایم دلیل هم ارائه می دهم، توجه شما را به 6 موضوع مهم در این که چرا ما نباید فساد اقتصادی در حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی را مقایسه کنیم به خدمت شما عرضه می دارم. دلیل اولش با بدبینانه ترین محاسبه، یعنی با به حساب آوردن پولی که محمد رضا شاه به خارج از ایران برد، جواهرات سلطنتی ربوده شده، کل املاک پهلوی در خارج از ایران، گزارش های حسن و علی و حسین انصاری و انصاریان و حسینیان، نهایتا خیلی که زور بزنیم و فشار بدهیم و تک تک شویم، کل پولی که توسط خاندان پهلوی از ایران دزدیده شده، فرض میکنیم که پهلوی ها هیچ حقی هم نداشتن، چیزی در حدود 3 میلیارد دلار است. پیش از این رقم در هیچ گزارشی گفته نشده. کل درآمد نفت کشور، کل درآمد نفت کشور از زمان کشف نفت تا 1357 حدود 112 میلیارد دلار است، تقریبا 80 میلیارد دلار. در اصل این هم دلیل خودش آورده، اگه خواستید برید پیدا کنید بخونید یا من براتون میفرستم. من فکر میکنم آقای نبوی یا آقای نوریزاده و اینها الان میخوان یه جورایی در رابطه با خانواده پهلوی دل اینها رو هم به دست بیارن. شما این مصاحبه افتضاح دکتر نوریزاده رو ببینید، کسی که رفته اونجا شاهد بوده که این آخوندات زدن تیکی تیکی کردن این تیمسار و سرهنگار بالای مسجد چی بود، اون بالای مدرسه علوی بود یه همچیز، اونجوری گزارش می‌نوشته، اونجوری شعر برای امام میخون، حالا میاد میشینه بغل دست خانم، جلو روبروی خانم فرح پهلوی که از بس سیگار کشیدن دوتاشون نمیتونن حرف بزنن، بعد میگه آخ که شما که چیزی نیاوردید. بابا خود فرح پهلوی میگه ما آوردیم، یه دزد دیگه از ما زد و رفت، یه سری میندازه گردن آقای احمد علی مسعود انصاری، یه سری میندازه گردن اون جواهر فروشی که بهشون قول داده بوده شما بدین من میفروشم، اینجا خبری نیست، مالیات تکس سرش میکنیم زیر آب، و اونم میزنه و میبره و میخوره و همه چیز. و اما دیروز ما رفتیم نمایش عشق‌آباد، ماجرای دیوانهای بی‌آزار و عاقلای پرآزار رو دیدیم، خیلی قشنگ بود. تبریک میگم به خانم شهره عاصمی و دیگر دوستان. اجازه بدید من این رو درست کنم که اینجا برام یه مسیج آمد براش بنویسم. بله، عشق‌آباد خیلی قشنگ مرتب، من زودتر رفتم، من هر وقتم یه جایی میرم زودتر میرم، خیلی محاسن داره، شما پارکینگ راحت گیرتون میاد، بعضی جاها پول پارکینگ 15 دلار 30 دلار، حالا اینجا که مجانی بود اونو به جاش میری میدی قشنگ برای خود نوشابه و ساندویچ میخوری، بعد قدم میزنی، با عجله نمیرسی اونجا که حالا بدوی و برسی و نگران باشی ماشین تو ببرن، و بعدم که رسیدی اونجا عرق کرده باشی، بغل دستیام از دست ناراحت بشن. خیلی قشنگ رفتیم و نشستیم و مرتب چند نفر رو اونجا گذاشته بودن، این برای تیکت ها، برای بلیط ها، اینها داخل قسمت داخلیش به اصطلاح برای ساندویچ و نوشابه و اینها. و همونجوری که گفتم یکی از جاهای خوبی که این نووا نوردن ویرجینیا کامیونیتی کالج درست، بهشون تبریک میگم، یه تبریک مضاعفی دارم برای اینکه از بس ایشون خوب کار کرده بود با گروه تئاتر شهر،
یک خانم دکتری اونجا گویا سپانسر شده بود سپورت کرده بود که برنامه اینها رو در مریلند هم به روی صحنه ببرن. و فکر کنم اگر کسی میخواد اسپانسر بشه به این صورته که به طرف میگه که خب من میدونم که این یه مخارجی داره. ببینید اینشون آمد تو برنامه ما گفت 500 تا اونجا جا میگیره، 500 تا 30 دلار میشه 15,000 دلار. اگر هیچ خرجی نداشته باشن اینا 30,000 دلار. حالا بلیط چاپ کن، جا بگیر، بیمه بخر، تدارک بچین، صحنه درست کن. 6 ماه که رفتن چیز، بالاخره یکی نوشابم که بخوان بخورن، این خرج اضافیه. در هر صورت من گفتم دو بار من پروموشن داشتم و پروموت کردم برنامه آقای پرویز کاردان، برنامه آقای مسعود رهنما، و دیدم که چه دردسری داره، چه مکافاتی. من فکر کنم مثلا این خانم به اینها گفته باشه که من یه سالونی که توی مریلند هست مثلا 300 تا 30 دلار میشه 9,000 دلار، من اونو به شما میدم، حالا بعد هرچی بلیت فروختم مال من، هرچی چیزو این شما برید کرایه و فلان اینا رو بدید. فکر کنم اینجوری باشه، یا اینکه یه مبلغی رو گفتن که الان اینا متضرر نشن. اون قسمت ها نه به من مربوطه نه به شما، و ولی جا داره تبریک بگیم که یه نمایشی به اصطلاح یکی دو بار اینجا روی صحنه میاد. و اما میگویند منبر را از چوب درخت گردو میسازند که بسیار محکم و با کیفیت است. درخت گردو علاوه بر چوب پسندیده سایه و بار خوبی هم دارد، اما درخت چنار میوه ندارد، سایه درست حسابی هم ندارد، از آن چوبه دار میسازند. نبرد این دو درخت در سروده شهریار خیلی شنیدنی است. ببینیم که این من یه سری وبسایت اینا اینجا باز کردم ببندم، چون حالا هر کاری میکنم که این فایرفاکس دوستان تو دو سه روز گذشته فریز میشه، مخصوصا اگه شما چند تا صفحه رو باز کنید فریز میشه. بعد وقتی هم میزنی میگی خب بالا برو یه بار اونو بردار دوباره بذار، وقتی اونو برمیداری دوباره میذاری همه فیوریتات، همه وبسایت ها، همه اینها به هم میریزه. خلاصه خدا ما رو از دست این براوزر و این چیزا راحت کنه، یه برنامه های دیگه ای بیاد که بتونیم بهتر، نمیدونم اصلا امکان داره. در صورت اسیر اینها شدیم. آقای مصطفی زاده قشنگ میگه شما متوجه نیستید، میدونید چرا اسم این رو گذاشتن پی سی؟ ما گفتیم بله پرسونال کامپیوتر. گفت نه آقا، برای که آدم ها رو به پی سی میندازه. خب ببینیم که حالا اینجا میتونیم پیداش کنیم. بله آمد، و بریم توی اون ایمیلی که بودیم ببینیم. با الان با اینترنت اکسپلورر دارم باز میکنم چون اون یه کمی اذیت کرد. اینجا بود. بله، ننگ هر درختی. اینجا من این شعر رو براتون بیارم و نشونتون بدم که اگرم یه وقت آقا جمشید شما قرار شد به ما بگی ما تو چه برنامه اشتباه کردیم، شما هم رفتی پیداد نشد. تو اون روز گفتی که نه برنامه رو دو هفته ای یا هفته ای میبینی، خب ما هم رو سب میکنیم. گفت با تنه منبری به چنار سرفرازی چه میکنی بیبار. ما تو شیراز میگیم منبر، نمیگیم منبر. فکرم میکردم معنیش ایه که یعنی من بر بالا، اینجوری من بر این اینجوری بالا. گفت با تنه منبری به چنار سرفرازی چه میکنی بیبار. نمگر ننگ هر درختی تو که از شما ساختن چوبه دار. پس برا شفت آن درخت دلیر رو به منبر چنین نمود اختار. گفت گر منبر تو فایده داشت کار مردم نمی کشید به دار. این هم باز از همون شعرهایی که میگم، شعر میگن و اینها، اینو شهریار گفته و من و شما هم راحت و بهبه، ولی اثری من نمیبینم یا چه اثری قرار داشته باشه نمیبینم. خب کاندیدایی که فقط خودش به خودش رأی داد، اینم فکر کنم من که توی این رأی آزاد رأی دادم به خودم، هی با آقای حسانلو هم میگم اینجوری. ضمناً امروز آقای حسانلو گفت ما به خاطر اینکه بعضیا کامپیوتر ندارن از یک کافه نتی میان و آی پی شون و اینها یکیه،
یه جا ایشون گفت پس میتونن از یه آی پی و یه محل رای بدن، چند تا رای. بعد یه جا گفتن که نه، اگه شما بیای به یه نفر دوبار رای بدی رایت خونده نمیشه. خب من اگه بخوام کلک بزنم می‌نویسم اسم سه تا عمه دارن مردن، میگم عمه ها اومدن تو کافینت نشستیم و اونا دارن رای میدن. پس این باز جای اشکال هست و اون موقع به فکرم رسید، ولی ماشاءالله ایشون از بس تند صحبت میکنه و یه ریز صحبت میکنه مجال گفت و شنود نیست. به نظر من شما این روش رو هم یکم عوض کنید، 2 دقیقه صحبت کنید، بذارید دیگران یکمی صحبت کنه. بذارید حالا که صحبت شد و مجال این که به دیگران هم اجازه بدیم صحبت کنن، بریم یک پیامی رو که یه دوست اصفهانی فرستاده پخش کنیم و با هم در این مورد صحبت کنیم. چون در رابطه انتخابات ایران که تموم شد، من و شما اصلا نباید رای میدادیم چون در خارج هستیم، منظورم اونایی که خارج هستیم، و اونایی هم که رفتن رای دادن دلیل خودشون رو داشتن بمانه. حالا انتخابات آمریکا در راه است، فردا در همین منطقه ما و 10 تا ایالت دیگه انتخابات پرایمری اولیه است. بعضی وقتا تا به اینجا که میرسه رفته یکیش بیرون، یکی مونده دیگه انتخابات نمیده، ولی الان چون برنی سندرز مونده و خانم هیلری کلینتون برای دموکرات ها انتخابات پرایمری یا اولیه هست، اونها هم که هنوز 5 تا یا 4 تا موندن یا 3 تا حتی، اونها هم هست. ما که به ریپابلیکن ها کاری نداریم، ما فردا به هیلری کلینتون هم من نزدیک 1 سال باهاش کار کردم، دیدم چه موجود عجیبیه و آدم دلش برای بیل کلینتون میسوزه که با این مجبور بود زندگی کنه. در صورت میرم برای برنی سندرز رای میدم. اینجا تو اروپا که بودیم ما که نمیتونستیم رای بدیم چون اقامت نداشتیم و میگفتن مخفیانه هم هست، کسی به کسی نمیگه، ولی تو آمریکا باز یکی از محاسنش میشه معایبش هم بگید، پشت ماشینش طرف مینویسه به کی رای میده، تو باغچه‌اش مینویسه شما هم به این رای بدید، و ما هم عادت کردیم اینجا میگیم من به برنی سندرز رای میدم. چقدر ممنونم از این دوستمون که طرفدار دونالد ترامپ هست، لطف کرده نظرش رو گفته که من هم فرصتی پیدا کنم در این باره بیشتر صحبت کنم. چون دیروز وقتی که ما رفته بودیم نمایش عشق‌آباد رو ببینیم، یه دوستی زنگ زد گفت من میخواستم شما رو دعوت کنم بیاین فان ریزینگ ترامپ. گفتم که خوب شد که ما داریم میریم نمایش، و الا اگه میمدیم اونجا ما باید میسنیم جز اونایی که اعتراض میکردیم به این دروغهایی که ترامپ میگه. ترامپ دوست نازنین شما برو ببین، میگه من دیوید دوک رو نمیشناسم. دیوید دوک یه آدمی هست KKK نجات پرست، البته از ایرانی ها و حتی از حکومت ایران خوشش میاد، و بعد که بهش میگن آقا تو دروغ گفتی، تو با این دیوید کوک آشنا هست اینها، میگه این گوشی که کرده بودن تو گوشم خوب نبود، صداشون نشنیدم، ولی گذاشتم روی فیسبوک ببینید. خودش حتی میگه دیوید دوک رو نمیشناسه. در صورت من نوشتم ببینید چه ساده دروغ میگه، قضاوتش با شما. پیام این دوستمون رو بشنویم بعد من در این مورد صحبت میکنم. بفرمایید. ممنونم که شما زنگ زدید. درود برای آقای سوربی و شنوندگان و بینندگان. آقای سوربی شما چند بار از آقایی در چیز انتخابات آمریکا دفاع کردی، من اون چیزی شما محترم، ولی من نظرم اینست که اگر اون بیاد 100% برای ایران و ایرانی ها خیلی ضرره، اگر خانم کلینتون بیاد 90% برای ایرانی و ایرانی و ایران ضرر داره، ولی اگه ترامپ یا هر کی دیگه بیاد 50% پایینه، چون همشون گفتن آخرش اونا کم تره. میتونی من نظری منه، ولی میتونی از آقای دکتر عقیلی پور و آقای آریان پور یا بپرسی اونا نظرشون رو بپرسی، و بعده چون این سمت این چه شما دفاع میکنین واقعا اگر بررسی کنین میفهمید که متوجه میشین که این
واقعا 100% ضرر ایران است، ایرانی ها. همین، با اجازه ببخشید موفق باشید. ممنونم از شما. چشم، از آقای عقیلی پور، از آقای آریان پور میپرسین. ولی شما چه خوب بود که میگفتید، البته خیلی ممنونم که واقع بینانه صحبت میکنید، میگید این 100%، اون 90%، اون 50%، و خودتونم دو بار گفتید که این نظر منه، به منم اجازه دادید من نظر خودم رو داشته باشم. از این بابت هم از شما ممنونم. ببینید دوست عزیز، اولا وقتی کسی تناسب میاره و نسبی میگه و درصد میگه، باید بر اساس یه آمار و ارقامی باشه. حالا ما عادت کردیم میگیم بابا این که 100% بهتر. چرا شما فکر میکنید ترامپ 50% به ایرانی ها ضرر میزنه یا کمتر ضرر میزنه؟ مگر ترامپ قبله آمالش آقای ریگان نیست؟ مگر ریگان باعث افتادن کارتر نشد به این وسیله که با آخوندا، قبل از اینکه من و شما حتی بشناسیم این آخوندا کی هستن، ریگان باهاشون معامله کرد، ایران چی بود راه انداخت، ایران گیت و اون یه جای دیگه کانترا که اسلحه و اینها میفروختن و میدادن؟ و مگر ریگان نبوده؟ مگه من عکس ریگان رو نشون ندادم که طالبان و اینها رو ریگان برای اولین باز کرد، آورد توی آمریکا؟ و آقای سندرز میگه آقا ما باید دماغمون رو از توی این رسم تو آمریکا، میگن بابا دماغ تو بکش از توی بیزینس اینها بیرون، یعنی فضولی نکن. میگه ما هی فضولی میکنیم تو کشورهای دیگه، ما هی میخوایم بریم رژیم چنج کنیم، به ما چه که اونجا چه خبره؟ اگر مسئله ما نفت بود، نفت که الان هم دیگه آمریکا نفت از همه دنیا بیشتر داره، با این صدمه هایی که به زمین میزنه، به کره زمین باز میکنه و گاز میفرسته داخل، و این گاز باعث میشه خدا میدونه نفت کجا کدوم طرف زمین از اینجا بزنه بیرون، نفت و گاز و اینا بیشتر از همه جا داره. شما خوب بود که از این فرصت استفاده میکردید، تبلیغ میکردید برای ترامپ، از تلویزیون مردم استفاده کنید، تبلیغ کنید، تا به منم یه فرصتی بدید، منم هی بیام بگم نه آقا داره به شما کلک میزنه. آقا مگه میشه کسی که در این مثل قصره، این آپارتمانایی که توی نیویورک زندگی میکنه، توی طلا عکسای کاخش رو ببینید، این احتیاج نداره بیاد کاخ زندگی، بابا این کاخ وایت هاوس والا خیلی فقیرانه است حقیقت، وقتی آدم نگاهش بکنه دلش میسوزه. طرف تو طلا زندگی میکنه، این دلش برای من و شما و ایرانی ها سوخته، سر تا پاش دروغه، سر تا پاش نفرته، نفرت از همه، هر کسی رو بگی یه جوری این از متنفره، این دروغ میگه، این از این ور میگه ما میخوایم این مهاجرایی که بدون اجازه هستن و اینها بکنیم بیرون و کارو بدیم به آمریکایی‌ها، میره از کشورهای شرقی برای تمام این چیزای گلفش و هتلاش و اینها از اونجاها میاره. عزیز من اینجوری نیست که شما فکر میکنید. شما بیا به من بگو بله اگه این بیاد گفته میرم آیسیس رو میزنم، آخوندار رو میزنم، ایران رو داغون میکنم، تا ما بگیم به شما که اصفهانی هستی عزیز برادر، ما فکر میکردیم از ما خیلی باهوش داری، به این ساده لوحی فکر میکنی این که گفت من میرم میزنم همینجوری هم بعد میتونه بره بزنه، و تازه اگه بتونه هم میره میزنه، کجا میره میزنه؟ منافعش رو بگیره، کاری به کار اونا نداره، از با آخوندها شریکتر هم میشه. در صورت ممنونم، بیاین باز هم در این مورد با هم صحبت کنیم. خب ببینیم که این چی شد، این چی شد، بریم یه پیام دیگه. یا بله، متنی زیبا از پروفسور سمیعی. این من نمیدونم واقعا، این روزا میدونید منم میخوام یه چی بنویسم، چون هر کی ببینه سوربی نوشته میگه بابا این دیوونه است، مینویسم سعدی، فردوسی، نمیدونم فلان، زرتشت، نیچه اینو گفت. نوشتن که متنی زیبا از پروفسور سمیعی برای کسی که میفهمد هیچ توضیحی لازم نیست، و برای کسی که نمیفهمد هر توضیحی اضافه است.
آنان که میفهمند عذاب میکشند و آنان که نمیفهمند عذاب میدهند. مهم نیست که چه مدرکی دارید، مهم اینه که چه درکی دارید. مغز کوچک و دهان بزرگ میل ترکیبی بالایی دارد. کلماتی که از دهان شما بیرون می آید ویترین فروشگاه شعور شماست. پس وای بر جمعی که لب را بی تأمل وا کنند، چرا که کم داشتن و زیاد گفتن مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است. پس نگذارید زبان شما از افکارتان جلو بزند. پروفسور سمیعی، اگه اینا رو، این مزخرف ها رو پروفسور سمیعی گفته باشه، یک کمی باید ازش ناامید بشیم. من فکر میکنم اینو یکی از همین جنبش های تنبونی جلو کامپیوتر، از بیکاری نشسته، سیگارش رو کشیده، چایش هم آورده یا آبجوش هم آورده و اینها رو نوشته. دانشجوی میگفت یک روز استاد دانشگاه به هر کدام از دانشجویان کلاس یک بادکنک باد شده و یک سوزن داد و گفت یک دقیقه صبر فرصت دارید، بادکنک های یک دیگر را بترکانید، هر کس بعد از یک دقیقه بادکنکش را سالم تحویل داد برنده است. مسابقه شروع و بعد از یک دقیقه من و 4 نفر دیگه با بادکنک سالم برنده شدیم. سپس استاد رو به دانشجویان کرد و گفت من همین مسابقه را در کلاس دیگری برپا کردم و همه کلاس برنده شدند، زیرا هیچ کس بادکنک دیگری را نترکان، چرا که قرار بود بعد از یک دقیقه هر کس بادکنکش سالم مان برنده باشد، که این چنین هم شد. ما انسان ها در این جامعه رقیب یکدیگر نیستیم و قرار نیست ما برنده باشیم و دیگران بازنده. قرار نیست خوشبختی خود را با تخریب دیگران تضمین کنیم. می توانیم با هم بخوریم، با هم زندگی کنیم، با هم شاد باشیم، با هم. پس چرا بادکنک دیگری را بترکانیم؟ این را هم اگزیرش بنویسی پروفسور سمیعی، فکر کنم تعداد بیشتری نگاه میکنن. در هر صورت اینم از این ماجرا، روزانه صدها از این ایمیل ها میاد، بعضی هاش حتی اشک چشمامون رو در میاره، ولی ما انسان ها همون بودیم که هستیم. در همین نمایش دیشب، آخرین قسمتش، خیلی قشنگ میگه که از اول تا آخر داستان بر این بود که این دیوونه ها کاری به کسی ندارن و ماها هستیم که فکر میکنیم عاقلیم و به دیگران آزار و اذیت، حسادت و اینها. و آخرش یه چیزی رو باز گفت، خیلی جالب بود. این حرفیه که من به این احمقایی که میگن فلانی مزدوره، میگن آقا مزدور که نمیاد روبروی تو وایسه، مزدور و جاسوس و مأمور میاد هم لباس تو، در لباس تو، به صورت دوست بغل دستت وای میسه. من به هر کدام از شما شاه الله یا اگه میخواستم صدمه بزنم، احمق نبودم بیام روبروتون وایسم، میومدم دوستتون میشدم. وقتی خوب به من اطمینان میکردی، وقتی از همه جا رفته بودیم، نمیدونم آگهی پخش کرده بودیم فلان میخواستیم بریم، اون موقع با چوب میزدم تو سرت، چون به من اطمینان میکردی. ولی من الان میام میگم من مخالف شما هستم و من هم یه روزی مثل شما نادان بودم. چرا میگم مثل شما؟ چون الان فکر کنم دانا شدم، شادم دانا بودم، نادان شدم. منم طرفدار رضا پهلوی بودم، منم تو آلمان برای آقای آیدین فرش فروش، اون آقای هم عبداللهی بود، کی بود، میرفتیم چی پخش میکردیم و پناهنده جمع میکردیم، همین کارهایی که الان مجاهدین انجام میدن ما اون موقع برای ایرانی ها انجام میدادیم. همه اونایی هم که اومده بودن، خیلی هاشون اصلا کاری به رضا پهلوی و کاری به شاه و اینا نداشتن، فقط هدفشون این بود که پناهندگی بگیرن. ولی بعد دیدیم آقا این باباش که مرده، اینم که اهل مرد عمل نیست، تازه باباش وقتی هم زنده بود اون هم مالی نبود خداییش. حالا این دوست اون افشین از روی فیسبوک نوشته که آقا شاه تمام افرادی رو که با سواد بودن دور برش نگه داشته بود، آقا همه رو ترسونده بود، هیچ کس جرأت نمی‌کرد حرف بزنه. بله، افراد با سواد رو اگر حاضر می‌شدن متملق باشن نگه می‌داشت. این آقای منوچهر گنجی آدم بدی نیست، سوادش هم خوبه، ولی وقتی که خریدن این رو، متملق شد، شد وزیر، ولی تا قبلش میخواستن اصلا بگیرن زندانش بنوزن. میدونید، ببینید، صحبت کنید. من 2-3 بار با آقای منوچهر گنجی مصاحبه کردم، چه در تلویزیون قبلی چه در همین
تلویزیون. اینم از خب دوستان اجازه بدید من یه چیزی بهتون بگم. اون روز آقای دکتر کاظم افشارها به من گفتن که خوب میشه که شما یه مقداری از به اصطلاح خصوصیات اخلاقی و خواسته های خودت و اینها رو بگی. ای آقا قربونت برم، من که اولا هر چی میگم بالاخره اون سلیقه خودم داخلش هست، بعد تازه اگه شما فکر میکنید ما نگفتیم، ما نگفتیم، اینقدر دشمن نادان پیدا کردیم، اگه بیایم بگیم دیگه چه شود؟ بذارید ما همینجوری که الان دیگه داره میشه 20 سال کم کم 18 سال از 1998 تا بشه 2018 میشه 20 سال. در صورت بذارید همینجوری که هستیم، دوستان همه میدونن و من خیلی خوشحالم که همه میدونن آقا بنده طرفدار جمهوری هستم که همه بتونن، البته اونم میگیم همه بتونن کاندید بشن، این اشتباهه. من حتی تو آمریکا میگم مثلا این روبیو باید اول بتونه فرماندار یا استاندار یه ایالت بشه بعدن بیان بشن برای رئیس جمهور. اگه اینجوری بشه ما کارونم راحت تر میشه تو رأی دادن اینها، یا یه شرایط سنی بذارم. بله میدونیم بعضیا 18 سالشونه ولی نابغه هستن، از یه 40 ساله بیشتر میفهمن، ولی به خاطر همین بهش میگن نابغه که کمیابه. ما به صورت جنرال یا عمومی یه شرایطی رو بذاریم، آقا کسی که میخواد نماینده مجلس بشه باید 25 سالش باشه، کسی که میخواد مثلا سناتور بشه باید 30 سالش باشه، کسی که میخواد رئیس جمهور بشه باید 35 سالش باشه، به اضافه این که باید یه چیزی هم باشه. حالا ما توی ده رامون نمیدن کت خدا رو میخوایم عوض کنیم اینجا چی میگن، هنوز ما مهاجرا رو نمیذارن رئیس جمهور بشیم، میخوایم قانونش رو عوض کنیم. البته اشکالی نداره وقتی که آرنولد شوارزنگر بگه، من بگم، اون بگه، عوض میشه. دیشب همین جایزه اسکار، اون آقای کریس راک وقتی آمد گو این جایزه اسکار نیست، این رو باید بذاری جایزه هنرپیشه‌های سفید پوست، چون الان 2 سال هست که شما هیچ سیاهی رو نامزد نکردید برای این جایزه و کلی حرف زد و اینها، و یه پیشنهاد جالب کرد، گفت یک کاتگوری یا یک قسمتی رو باز کنید که توی این مخصوصا مجبور بشید سیاه‌پوستا رو بیارید. البته من باورم اینه که این کارا اشکال پیش میاره، همون کاری که الان توی مدارس هست که میگن مثلا 100 تا دانشجو اگه هست باید 5 تا سیاه‌پوست باشه، بعد یه دفعه یه سیاه‌پوستی میاد بنده خدا خودش هم اونجا مورد چیز اذیت قرار میگیره چون سوادش به اندازه اونها نیست. من فکر میکنم باید بریم به طرف یه جامعه ای که واقعا سیاه و سفید نبینه، رنگ رو نبینه و بتونه درست قضاوت کنه، که اونم راه دوری هست و راهی دشوار. و اما فیلم اقدام به خودکشی یک جوان به جان آمده، حتما نیر خانم وقتی این فیلم رو روی فیسبوک من دید تعجب کرد که ای آقا این سوربی دست اون ماهی فروشی که قطع کردن نیزاشت ولی اینو گذاشت. چه خوب شد خود نیر خانم بعد 2-3 روز گفت خوب شد نیزاشتی، چون معلوم نبود کهنه است جدیده، معلوم هم نبود مال کجا هست و اینا. ببینید این دوست ما شهرام این رو فرستاده از روی ایران پرس نیوز، تاریخ داره، فیلم داره، وقتی هم ما گفتیم یه دو نفر حتی اسم طرف رو هم نوشته بودن. اینجوری باشه شما بفرستید ما میذاریم. نمایش رأی‌گیری گزارش یکی از فعالین از تهران، والا تا اونجایی که ما دیدیم و عکسار دیدیم و اینها میگه 60% بین 60% تا 70% اونایی که میتونستن رأی بدن رأی دادن. حالا بعضی ها میگن نبوده، اصلا هیچ که نبوده فلان، من نمیدونم، من ایران نیستم، نبودم، خبر ندارم. خب و اما اصغر فرهادی گفته که رأی دادم تا برخی ها وارد مجلس نشوند. این همون که من بهتون گفتم از میان انبوه اظهار نظرها، بذارید من اینم بهتون نشون بدم. آقای جمشید شما هر وقت که دیدی برنامه را به من بگو توی چه برنامه ای یه چیزی گفته بودم که اشتباه بوده، ما اون شرط بندیمونو با شما داشته باشیم. شما میگی 4 بار، ما میگیم 4 تا 10 دلار به شما میدیم 40 بار 40 دلار، و اگر
شما اشتباه میکنی یه دونه $10 بده به تلویزیون مردم. یک نمونه از ده ها اظهار نظر اصغر فرهادی گفته رأی دادم تا برخی ها وارد مجلس نشوند. از میان انبوه اظهار نظرها در پای صندوق‌های رأی و یا در شب انتخابات که از محمد خاتمی و حسن روحانی و در حصر ماندگان شروع و به اکثریت نزدیک به مطلق روشنفکران و سیاسیون ملی و طرفدار اصلاحات ختم می‌شد، این گفته اصغر فرهادی را انتخاب کرده ایم. اصغر فرهادی که از سوی سیمای جمهوری اسلامی ممنوع التصویر است به نشریه فرهنگ سینما گفت باید از حضور برخی ها در مجلس شورای اسلامی جلوگیری کنیم. مهمتر از این که چه کسی به مجلس برود این است که چه کسی وارد مجلس نشود، چون معتقدم بعضی از نمایندگان که در گذشته به مجلس رفتند وضع مملکت را بدتر کردند و الان هم نگرانم. من خیلی از افراد لیست اصلاحات را نمیشناسم، اما آنهایی که نباید وارد مجلس شوند را خوب میشناسم و به نظر من مشارکت مردم خیلی خوب است و اگر همه چیز صحیح پیش برود حتما اصلاح طلبان برنده خواهند شد. و همین جور هم شد، گویا اون 30 تا لیست اونها هست. اگر کسی مایل هست در رابطه با اصلاح طلبان و انتخابات صحبت کنه، مهمون من باشید 10-15 دقیقه صحبت کنید. ما که هرچی میگیم بیاین هم حمایت کنید هم پول بدید و اینها، کسی نمیاد، همه دستشون به طرف خدا هست و دستشون به طرف شاه و شیخ برای گدایی و هیچ کس دست در جیب نمی کنه. این هم عکس گاندی رو گذاشتن، حالا از گاندی هست یا نه، دوباره همون فلسفه که هر کسی هرچی میخواد بنویسه مهم باشه، یا کوروش یا فردوسی یا گاندی یا پروفسور این پروفسور ها. گاندی گفته که انسان که غرق شود قطعا میمیرد، چه در دریا، چه در رویا، چه در دروغ، چه در گناه، چه در خوشی، چه در قدرت، چه در جهل، چه در انکار، چه در حسد، چه در بخل، چه در کینه، چه در انتقام. مواظب باشیم غرق نشویم. انسان بودن خود به تنهایی یک دین خاص است که پیروان چندانی ندارند. اینم از آقای گاندی. روان شاد. و اون بیچاره هم همین دوستان هندی و پاکستانی دغمرگش کردن و دیدید که کشتنش توی اون فیلم و اینها. دوستان عزیز، ساعت 3:46 دقیقه است. بریم یکم شعرهای شیرازی گوش کنیم تا ما هم لبی تر کنیم، هم آقای اجلالی رو بیاریم روی دستگاهی که برنامه زنده پخش میکنه. امروز یه ویدیو هم ایشون داره که نشون بدیم به خیر بگذره. ویدیوهایی که ایشون میده بعضیش مال یوتیوبه، وقتی ما میذاریم بعد یوتیوب یقمون رو میگیره. دوستان، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. من این رو با آقای منصور اوسانلو هم بگم. آقای اوسانلو، شما اگر دوستانتون، اگر طرفدارانتون خرج نکنن به جایی نمیرسید. اگر شما دوستان ممکنه بگید که خمینی میلیون ها دلار از کارتر گرفته، من با آقای بنی صدر صحبت کردم، ایشون گفت اصلا همچین مزخرفاتی درست نیست و این شایعه که سلطنت طلبا را انداختن و به هیچ جام چیز نیست. آقای بنی صدر توضیح داد، گفت آقا حاجی فلانی که بعد همون خمینی اینا کشتنش، مثلا 40,000 اون موقع مارک فرانسه فرانک یورو نبوده اون موقع، میفرستاد قشنگ میومد اینجا میذاشتن یه کناری. اگر این پولا رو خرج نمیکردن با اون کاست و با شبنامه پیروز نمیشدن. بله، من و شما الان این سوشال مدیا رو داریم، یه چیزی هم که میذاریم فکر میکنیم همه دنیا دارن میبینن، ولی تا پول خرج نکنی اینو نفرسی برای دیگران به جایی نمیرسی. شما لازم نیست به دیگران التماس کنید که به شما وقت بدن. وقت بگیرید، از وقتتون حد اکثر استفاده رو ببرید. ربع ساعت تو این تلویزیون، یه ساعت تو اون تلویزیون، نیم ساعت تو این آگهی، نیم ساعت تو این رادیو، یک نوار پر کنید به اینا پخش کنید. بابا یه نواری میومد از نمیدونم اون موقع نجف بود کجا بود، همه ایران این رو میشنیدن، بعد شبنامه درست میشد، بعد پخش میشد،
چرا شماها نمیتونید این کار انجام بدید؟ چون هیچ کس نمیتونه، بلد نیست از یه جای پول بگیره. نظر من رو اگه میخواین، چون دیدم شما نظرها رو گوش میدید، باید بری اول اگه میخوای منار رو، من نمیگم منار رو بدزدی، اگه میخوای منار رو برداری از اینجا، باید چاهش رو بکنی. چاه این ماجرا پوله، باید ببینید پولتون از کجا تأمین میشه. شما گفتید که با آقای سایمن یا سیمون خودمون، ببخشید حساسیت دارم با آخر برنامه هستید، احتمالا ایشون کلیمی هست، این یکی از راز موفقیتاتونه. از ایشون سوال کنید چجوری شما میتونید فاند ریزینگ کنید برای این کاری که انجام میدید. اگه دولت کارتر 130 میلیون دلار تو سال 1979 داد که شاه رو که با اینا بود سرنگون کنه، شما بگو یه سوراخ دعا برات پیدا کنه، شیخی که با اینا نیست سرنگون کنه. ضمن این که هستن اینها، اگر فلسفه همون ریگان رو دنبال کنیم، دوست نازنین با اون لهجه شیرین اصفهانی، اینا اگر میخواستن توی دو روز اینا رو کله پا میکردن. در اصل نمیدونم، باز این شایعه و ترور چی میگن، کانسپیرسی، فلسفه نمیدونم دسیسه رو راه نندازیم. همینجا بس، به حرف آقای سمیعی گوش کنیم، ما یه دوست خیلی خوب داریم اسمش سمی، فامیلی سمیعیه، گوش کنیم و از شما خداحافظی کنیم، با امید دیدارتون چهارشنبه. آها، ضمناً امروز که آقای اجلالی برنامه اجرا میکنن، دیگه هفته دیگه دوشنبه برنامه ندارن، چهارشنبه برنامه دارن، چون یه تغییراتی توی ساعات برنامه تلویزیون مردم خواهیم داد. حتی ممکنه روز جمعه هم من برنامه نداشته باشم، بذارم یا شنبه یا یک شنبه، به یاد همون اوایلی که شروع کردیم و فقط سه شنبه شبا برنامه داشتیم، نیم ساعت توی یک کانال، روزای یک شنبه برنامه داشتیم، چهار ساعت در تلویزیون رنگارنگ. دوستان عزیز، از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. لطف کنید تلویزیون مردم، فیسبوک مردم تی وی رو به دیگران هم معرفی کنید و اگر میتونید لینک های ما رو برای دوستانتون هم ارسال کنید. یک کاری انجام بدید، از این رخوت، تنهایی، تنبلی، بیحالی بیرون بیان. روز روزگار بر شما خوش.